سلام عرض کنم به همه دوستانی که تشریف آوردن. صدای بنده میاد؟ خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دانشجویانی که این چطور کردن. امیدوارم که بتونیم توی این حدود یک ساعت و دو ساعتی که خواهیم داشت جلسه مفیدی داشته باشیم. امسال هم مثل سالهای گذشته انجمن علمی دانشکده تصمیم گرفت که یک جلسه رو برگزار بکنه و از اساتید مهم گروه اقتصاد دعوت کنه که یک توضیحات کلی درباره روند برگزاری این دوره دو سال و نیمه، یعنی دوره ارشد اقتصاد شریف، ارائه بدن و در کنارش هم حالا هر پرسش و پاسخی که ممکنه برای که در معرض این انتخاب قرار گرفتن و الان باید انتخاب بکنن که آیا دوره شریف به درد اونا میاد، بتونن پرسش هاشون رو به درستی جواب بدن. من چون وقتم هم خیلی زیاد نیست، وقت رو نمیگیرم و از آقای دکتر مدنی زاده ریاست محترم دانشکده دعوت میکنم که توضیحات خودشون شروع بفرمایید. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. کنم صدای بنده رو داریم؟ بله بله، بسیار عالی. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض تشریف آوردن در جمع ما هستن و همچنین اساتید محترم دانشکده که تشریف دارن در جلسه، خدمت هم میگرد. سلام و ادب دارم. عرض کنم خدمتتون که من با توجه به اینکه حالا وقت جلسه محدود هستش، فقط یه واقع آشنایی و معرفی اولیه از دانشکده رو خواهم داشت. بعد هر کدوم از همکارانمون در مورد بحث دوره کارشناسی ارشد اقتصادی صحبتی رو خدمتتون میکنن و بعد انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با پرسش و پاسخ. کاملا آگاه هستیم که این روزهایی که الان باید شما تصمیم گیری بکنید تا روز انتخاب رشته، جزء شاید حساس‌ترین روزهایی باشه که برای آینده‌تون دارین تصمیم گیری میکنین و هدف از برگزاری این جلسه هم واقعا همینه که این سرمایه‌گذاری که شما دارین روی وقت و عمرتون انشاءالله در طی دو سال آینده خواهید داشت و مسیر آینده‌تون رو تعیین میکنه، بتونین بشناسین که حالا هر کدوم از دانشگاه‌هایی که عنوان گزینه‌هاتون هستش و میتونین انتخاب بکنین، کدومش میتونه با شما بیشتر فیت باشه، با علایق، با توانایی‌ها و اون اهدافی که دنبال می‌کنین. لذا هدف این جلسه هم این است که بتونه بهتر در واقع دانشکده رو به شما بشناسونه و این ابزار رو در اختیارتون بذاره که بتونین بیشتر بسنجین که چطور با در واقع اهداف شما سازگار هست و با اون چیزی که مطالبه می‌دارید. ببینید، دانشکده مدیریت اقتصاد که از سال 1379 تشکیل شد، از ابتدا هدف اصلیش این بود که بتونه جوانهای با استعداد و نخبه کشور رو بتونه جذب بکنه تا علوم در واقع کلیدی که مرتبط هستش و در واقع شاید به نوعی مخفول افتاده و شاید کم توجهی شده در خصوص ارتباطش با علوم روز رو، بتونه جوانا رو در حوزه اقتصاد و مدیریت تربیت بکنه تا بتونن به در واقع در حل مسائل کشور با استفاده از علوم اقتصاد و مدیریت بتونن کمک بکنن و باری رو از دوش جامعه در این حوزه بردارن. لذا اصلی ترین در واقع هدف دانشکده این هست که ما بتونیم اون چیزی که اینجا ارائه میدیم در واقع دانشی باشه که به درد حل مسائل کشور بخوره و در واقع در عین اینکه مبتنی بر تئوری‌های اقتصاد، تئوری‌های مدیریت و تئوری‌های روز دنیا هستش،
بتونه در حل مشکلات کشور و از ابعاد مختلف، چه مسائل مربوط به کلان اقتصادی هستش، چه مسائلی که در سطح در واقع بنگاه ها و مؤسسات و سازمان های مختلف مطرح هست، بتونه در واقع کمک بکنه و نقش بازی بکنن. و الحمدلله در طی 2 دهه گذشته هم خب خدا رو شکر اتفاق خیلی افتاده و فارغ التحصیلان ما در چه در سطح بنگاه ها، چه در سطح در واقع صنعت و سازمان های مختلف و همینطور در سطح در واقع وزارت خونه ها، دستگاه های اجرایی و دولتی تونستن که نقش خوبی رو بازی بکنن. حالا عده‌ای در کشور موندن مستقیما و وارد در واقع فضای کاری کشور شدن که تعداد قابل توجهی بوده و شاید به نسبت مابقی دانشکده های دانشگاه شریف ما بیشترین درصد خروجی رو داشتیم که در داخل کشور در واقع هستن و دارن کار و فعالیت میکنن. ادهی هم خب طبیعتاً به خاطر علاقه هایی که داشتن رفتن و ادامه تحصیل دادن، حالا یا داخل کشور و بعد دوباره اومدن شروع کردن به کار، یا به خارج از کشور رفتن و حالا مشغول تحصیل هستن، تا انشالله امیدواریم که بعداً به جمع ما به پیوندن و برگردن. دومین در واقع هدف اصلی ما مسئله این بوده که ما بتونیم دانشکده تمرکزش این باشه که ما از علوم روز دنیا در واقع استفاده بکنیم، اون چیزی که در دانشگاه های دنیا تدریس میشه و در واقع تدریس و تحقیق میشه روش، در واقع این که، و خب چون دوستان احتمالا مستحضر هستن دیگه، نگاه های مختلفی طبیعتا تو دنیا هست توی مسائل مختلف و ما تلاشمون این هستش که در واقع به روزترین سیلابس های درسی و تحقیقات در مرز علم رو داشته باشیم و این به عنوان در واقع اون چگونگی رسیدن به اون هدف رو در واقع این گونه تعریف کردیم برای خودمون که اون چیزی که در بهترین دانشگاه های دنیا و در عموم در واقع دانشکده های اقتصاد و مدیریت دنیا تدریس میشه رو به عنوان سرلوحه کار خودمون اینجا قرار میدیم و الحمدلله دانشکده تونسته و این افتخار رو داره که در خدمت بهترین اساتیدی که تحصیلات خودشون رو چه در داخل کشور در بهترین دانشگاه انجام دادن و با جزء بهترین ها بودن تونسته جذب کنه، یا خارج از کشور رفتن تحصیلاتشون انجام دادن در بهترین دانشگاه دنیا و برگشتن، اینها رو تونسته جذب کنه و از این طریق تونسته که در حد تلاش و توان خودش این هدف رو محقق بکنه. عرض کنم که و اون چیزی که ما در واقع حالا انشاءالله دوستان خدمتون ارائه خواهند داد این هستش که ما بتونیم با یک دایورسیتی و تنوع خوبی در حوزه اقتصاد حداقل که در خدمت شما هستیم با یه تنوع خوبی در گرایش های مختلف، رشته های مختلف، در واقع زیر مجموعه های مختلف اقتصاد بتونیم دروسی رو ارائه بدیم و تحقیقات رو داشته باشیم تا شما بر اساس حالا علایق و سلایق خودتون بتونین انتخاب بکنین و بعد انشالله تصمیم بگیرین که وارد بازار کار بشین یا ادامه تحصیل بدین. من دیگه بیش از این مصده اوقات نمیشم، از همکارانم میخوام که توضیحات تکمیلی خودشون رو بفرمایند، بیشتر در پرسش و پاسخ دغدغه های ذهنی شما رو انشالله جواب خواهیم داد. من اینجا اونم نکته ای، خب بسیار عالی، من در خدمت دوستان هستم. آیه مخصوصی، بله دوست، خیلی ممنون، متشکر از توضیحات خوب شما. من این نکته رو اضافه کنم که یک لینک فرمی در قسمت چت گذاشته شده که از اونجا میتونید اگر سوالی ابهامی داشتین برای ما ارسال کنید. البته در زمان پرسش و پاسخ امکان پرسش شفاهی هم هست، ولی خب با توجه به زمان احتمالاً تعداد محدودتر باشه و این فرم رو میتونید استفاده کنید. من از خانم دکتر زمانی در این مقطع دعوت میکنم که یک معرفی از گروه اقتصاد و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده داشته باشه.
خیلی ممنون آقای مخصوصی. تصویرم هم بزنم. خب من سلام عرض میکنم خدمت همگی. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و تو این جمع حاضر شدین. من در واقع میخواستم اعضای هیئت علمیمون رو خدمتتون معرفی کنم. اینایی که در واقع افرادی که میبینین اینجا روی مونیتور اعضای هیئت علمی دانشکده هستن، ولی خب ما اساتید مدعوقی هم داریم که به مناسبت بهمون کمک میکنن و در واقع از کمکشون استفاده میکنن. توی گروه اقتصاد در واقع حالا همطور که میبینید هم اسامی هست، هم زمینه های علاقه. حالا همکارمون بعضی خودشون هم تشریف دارن، مثلا آقای دکتر آریان میتونن مفصل تر در مورد علاقهشون صحبت کنن، ولی من یه معرفی اجمالی بخوام داشته باشم، آقای دکتر آریان هستن که در واقع تو زمینه مالی فعالیت میکنن، منطقه به طور تخصصی توی مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک مالی، اصول بانکداری و معاملات الگوریتمی. بیشتر درسایی که ایشون میدن درسای زمینه بگیم تکنولوژی مالی، معاملات الگوریتمی و تا این زمینه ها در واقع 3 سالی هست که به دانشکده ما پیوستن و کمک میکنن و درسای جذابی ارائه میدن. آقای دکتر ابراهیم نژاد هستن که ایشون هم زمینشون مالیه، در واقع دروس مالی شرکتی و اقتصاد مالی و asset pricing یا قیمت گذاری دارایی ها رو ارائه میدن و هم که میبینی زمینه یه مورد علاقه شون هم مالی، اقتصاد خرد و حاکمیت شرکتیه. آقای دکتر رحمتی هستن که توی دروسی که میدن از سنجی، از اقتصاد کلان، از در واقع دروس انرژی کمک میکنن و زمین های کارشون اقتصاد کلان، سازمان های صنعتی و پول و بانک. من هستم که منم در واقع پیش زمینم ریاضی، البته من آقای دکتر آریانی خود شبیه همین پیش زمینم ریاضی بود از یه دوره و بعد به مالی علاقه من شدیم، ولی در واقع من تو زمین ریاضی مالی، مالی مهندسی مالی و ریسک که در واقع دروسی هم که میدم همین دروس مهندسی مالی و ریسک و حالا احیانا درس های مالی و ریاضی. دیگه سایر اعضای گروه ما آقای دکتر فاطمی هستن که زمینه های کاری یا مورد علاقه شون اقتصاد خرد، نظریه بازی ها و سازمان های صنعتیه. آقای دکتر کشاورز هستن که همطور که میبینیم باز به اقتصاد خرد در واقع توی اقتصاد خرد کار میکنن، اقتصاد سنجی تدریس میکنن و زمینه تحقیقشون هم خیلی علاقه به بازار کار و مباحث اقتصاد خرد دارن. سنجی مالی هم آقای دکتر کشاورز درس. آقای دکتر مدنی زاده هستن که باشون آشنا شدین. آقای دکتر مدنی زاده هم زمینه کارشون اقتصاد کلان، تجارت بین الملل، سیاست های پولی و بانکی و سازمان های صنعتی. و خانم دکتر محمود زاده که اقتصاد کلان با زمینه مورد علاقه شون و سیاست های پولی و مالی، تامین مالی شرکتی و اقتصاد ایران. خانم دکتر محمود زاده در واقع فارغ التحصیل دکترای دانشکده خودمون هم هست. و بعد از این 10 نفر همکاری که معرفی کردیم در واقع داریم، 2 نفر باقی میمونن که آقای دکتر نیلی هستن که حتما آشنا هستیم باشون. آقای دکتر نیلی هم در زمین اقتصاد کلان کار میکنن، اقتصاد کلان بین الملل، اقتصاد سیاسی، اقتصاد ایران. و آقای دکتر وصال هستن که همین های مورد علاقه شون در مورد مالی و تاس، اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد توسعه. آقای دکتر وصال با درس های سنجی و اقتصاد خرد و اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی، اینا هم زحمت میکشن و درس میدن. من حالا استاد مدعوبی هم که معمولا میتونیم بگیم که به طور پیوسته با ما همکاری میکنن، آقای دکتر فرهاد نیلی هستن که به تازگی خود درس های جدیدی هم در واقع توسعه دادن، درس های مثل اقتصاد دیجیتال اینه که خب بیاد در واقع درس های تئوری اقتصاد که خیلی شیرین بوده و خیلی استقبال شده ازشون. و آقای دکتر عبدوی تبریزی هم در دروس مالی سال هاست که دانشکده کمک میکنن و در واقع به پیوسته با ما همکاری میکنن. حالا اساتیدی هم هستن که توی دروس خیلی موقع مشترک درس میدن،
و یه درسایی که دانشگاه تقاضا میکنه دروس تقاضا میکنه کمک میکنم به دانشگاهی که اون دارم، اگه که تشریف بردید باهاشون آشنا میشین. من دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، همونطور که آقای دکتر گفتن ما تو بخش پرسش و پاسخ در خدمتتون هستیم. این معرفی اجباری بود، من فعلا از خدمتتون مرخص میشم. تشکر میکنم از خانم دکتر زمانی برای توضیحات خوبشون. از آقای دکتر وصال دعوت میکنم که توضیحاتی راجع به دوره ها و قوانین دروس ارائه بدن. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. من یه فایلی رو خدمتتون به اشتراک بگذارم که در واقع چارت دروس دوره ها رو ارائه میدم خدمتتون. خب ما در واقع دورمون یه دوره 37 واحدیه، چه اقتصاد انرژی چه اقتصاد نظری. این دوره 37 واحدی از یه تعدادی دروس اجباری تشکیل شده که با رنگ سبز اینجا ملاحظه می‌فرمایید. دروس اجباری خب اقتصاد خرد یک، اقتصاد ریاضی، اقتصاد کلان یک، اقتصاد سنجی یک، و حالا با توجه به زمینه‌هایی که افراد انتخاب می‌کنن دروس تکمیلی دیگری است که دروس اجباری به حساب میاد. ما در زمینه اقتصاد، در واقع گرایش اقتصاد نظریمون به دو قسمت تقسیم میشه که سبد دروس منسجمی رو هر کدوم از اینا برمی‌دارن. البته مدرکشون نهایتاً فرقی نمی‌کنه، ولی سبد دروسشون عوض میشه که خرد دو و کلان دو برای زمینه اقتصاد میشه اجباری. این دو تا درس برای زمینه مالی جایگزین میشه با اقتصاد مالی یک و اقتصاد مالی دو. برای گرایش اقتصاد انرژی چی؟ برای گرایش اقتصاد انرژی درس اقتصاد انرژی و مهندسی انرژی هستن که میان و اضافه میشن و جایگزین میشن برای اون خرد دو و کلان دو. پس ما حدود 6 تا درس اجباری برای گرایشامون داریم. و بعد از بین دروس دیگر، مثلا درس دوم سنجی، افراد یه انتخابی دارن، میتونن مثلا در زمینه اقتصاد 3 تا درس سنجی تکمیلی که ما ارائه میدیم بسته به موضوع کاریشون یکی از اون 3 تا رو انتخاب کنن. یا مثلا اگر گرایش مالی هستن از بین اقتصاد سنجی 2 یا سنجی مالی میتونن بردارن، یا اقتصاد انرژی از بین سنجی 2 و سنجی کاربردی. پس این حالا در واقع یه دروسی هم ممکنه اختیار از بین چند تا درس رو شما داشته باشید و اختیار کامل نباشه. بقیه دروس میشن دروس اختیاری که حقیقتش فکر میکنم یکی از نقاط قوت دانشکده تنوع دروس اختیاریه که داره ارائه میشه. خب فهرست دروسی که اینجا نوشته شده خدمت شما، فهرست دروسیه که ما ارائه میدیم، در واقع به صورت منظم ارائه میشه در دانشکده. مثلا درس طراحی بازار خب درسی نیست که توی خیلی از دانشکده های حتی خوبه، خیلی خوب دنیا ارائه بشه، ولی خب ما به خاطر وجود آقای دکتر فاطمی و همکاری که آقای دکتر کمالی داشتن در گذشته این درس رو ارائه میدیم. یا درس تجارت بین الملل باز به همین ترتیب، سازمان های صنعتی. و خلاصه یه تنوع خیلی خوبی از درس‌های گرایش‌های مختلف رو ما داریم که واقعا مثلا شاید تو بهترین دانشکده‌های دنیا همچی تنوعی ارائه میشه. و حالا افراد با توجه به زمینه‌شون و گرایششون یک اختیاری دارن که از بین دروس مختلف انتخاب کنن. البته آزادی عمل نسبتا زیادی وجود داره و اجزا میتونن درخواست بدن و حالا درس اختیاری که فکر میکنن مناسب تره رو داشته باشن. تو زمینه اقتصاد انرژی، تو گرایش اقتصاد انرژی، در واقع درس اقتصاد محیط زیست رو ما داریم که من خودم ارائه میدم و این ترم در واقع در خدمت عزیزان بودم. درس اختیاری خاص انرژیه که البته بقیه گرایش ها میتونن بگیرن. یه سری دروسی که اینجا ستاره خورده با همکاری دانشکده مهندسی انرژی ارائه میشه که در واقع خیلی موضوعات نزدیک به ما دارن و در واقع آموزش خیلی خوبی رو برای کسانی که میخوان در حوزه اقتصاد انرژی تو ایران کار کنن فراهم میکنه. من لازم همین یه توضیحی در مورد گرایش اقتصاد انرژی بدم خدمت عزیزان که
این گرایش خب خیلی گرایش پر رونق و پر متقاضیه در ایران و اقتصاد دونا به صورت تاریخی کم ورود داشتن توش. من تا الان یه جایی مثل شرکت نفت یا شرکت ملی پتروشیمی یا خود پتروشیمی ها و کلن شرکت های بزرگی که تو حوزه انرژی فعال هستن خلای این مسئله رو کامل حس کردن و کم کم دارن اقتصاد دونا ورود میکنن و میتونن حرفای جدیدی داشته باشن که کاملا منشأ اثر و تحول باشه تو سطح شرکتی یا تو سطح مدیریت حاکمیتی شرکت. ببینید گرایش اقتصاد انرژی و اقتصاد نظری رو شما تو بر اساس اون چیزی که سازمان سنجش اعلام میکنه دو تا کد جداست. باید کدش رو انتخاب کنید که کدوم رو میخواید بیاید در دانشکده ما. اما اون زمینه‌ای که من نوشته بودم، یعنی اینجا نوشتیم گرایش اقتصاد نظری زمینه مالی یا گرایش اقتصاد نظری زمینه اقتصادی، این زمینه‌ها یه چیز داخلیه، سبد دروس رو براتون تغییر میده، مدرکتون عوض نمیشه. البته از نظر بنده و فکر میکنم خیلی از همکارا این دوتا گرایش نظری و انرژی خیلی شبیه به هم هستن و یه کسی که تو هر کدوم از این گرایش‌ها آموزش میبینه میتونه ادامه تحصیلش رو تو هر زمینه‌ای که دوست داشت و هر گرایشی که دوست داشت انتخاب کنه و بره جلو. محدودیتی از اون حیث خیلی نداره. من به همین مقدار توضیحات فعلا بسنده میکنم. اگر باز سوالی نکته‌ای باشه خدمت عزیزان هستم. خیلی ممنون از توضیح. اگر استاد محترم توضیح و نکته دیگه ندارن وارد بخش پرسش و پاسخ بشیم. بفرمایید، کسی سوالی نداره؟ از سوالایی که حالا برای ما فرستادید در فرم، بله، از سوالی که حالا توی فرم ارسال شده شروع می‌کنیم، بعدش انشالله اینجا سوالات شفاهی رو هم خواهیم داشت. بله، یکی از سوالایی که ارسال کردن برای ما دوستان اینه که گفتن که میشه یه توضیحی بفرمایید که مقطع ارشد اقتصاد نسبت به یه کارشناسی که حالا دوستان علاقه باید بگن که تو چه کارشناسی هایی بودن، ولی حالا معمولا اون کارشناسی هایی که رشته اقتصاد انتخاب میکنن چقدر سخت داره و چه چالش هایی داره، چه تفاوت هایی داره. حالا آقای دکتر وسال اگه میخوان یا از دیگه این سوال رو پاسخ بدن. ببخشید یه بار دیگه سوال رو میتونم؟ من تصویر رو قطع کنم. بله، من تصویر قطع کردم چون سوال صدا به نمیاد. الان صدا خوبه؟ آره، یه بار دیگه سوال میفرمایید؟ الان خوبه. بله، سوالی که پرسیدن اینه که دوره ارشد اقتصاد توی شهر نسبت به کارشناسی که حالا کارشناسی مختلفی احتمال دوستان داشتن، حالا مهندسی چه خود اقتصاد توی دانشگاه دیگه، چقدر تفاوت داره از لحاظ حالا سختی و اون وقتی که باید اختصاص بدن و بالاخره چالش هایی که باش روبرو هستن. ببینید کارشناسی اقتصاد تمرکزش بر ارائه مفاهیمه و در واقع ارائه یک قصه منسجمی از اتفاقات و حالا پدیده‌هایی که ما مشاهده میکنیم. خب پس روایتگری تعریف مفاهیم خیلی پررنگه، مثال زیاد زده میشه، با کیس های واقعی شما دائما دارید سر و کله میزنید و سعی میکنید اونا رو تطبیق بدید. وقتی میایید توی سطح ارشد و حالا دکترا در واقع پست گریجوییت بگیم، تحصیلات تکمیلی، تمرکز میره روی بحث های فنی تر، بحث های مدل سازی و اینکه ما چطوری میتونیم حالا اون روایت هایی که توی مثلا کارشناسی بیان شده رو به شکل منسجم تری بنویسیم، مدلش کنیم و ببینیم که تحت چه فروزی اون روایت ها درستن یا ممکنه برقرار نباشن، یه روایت دیگه ای اتفاق بیفته. پس
این کلیت موضوعه که یه تفاوت بنیادینی بین تحصیلات تکمیلی و کارشناسی اقتصاد وجود داره. خیلی از مباحثی که مثلا فرض کنید تاریخ اقتصاد چی بوده یا فلسفه علوم اجتماعی و اقتصاد و اینا چی هست، سایر علوم مرتبط با بحثای در واقع اجتماعی و روابط اجتماعی افراد مثل جامعه شناسی، اینا تو مقطع کارشناسی بیشتر پوشش داده میشه که خیلی چیز ضروری و مهمی هم هست. تو مقطع ارشد در واقع یه تمرکزی روی مدل سازی ریاضی و آماری وجود داره که خب میبره ما رو به سمت مرزهای دانش دیگه. یعنی انتهای دوره ارشد شما انتظار میره که یه تمرین پژوهشی داشته باشید تحت عنوان پایان نامه که تو اون دیگه یه جورایی به مرزهای دانش علم اقتصاد نزدیک میشین و سعی میکنید سوالی رو پاسخ بدید. خب مرزها توی اون قسمت روایتگری یه انعکاسی داره، ولی اول بعد از نظر فنی و مدل سازی جلو بره، بعد اون روایت مبتنی بر مدل ارائه بشه. این تفاوت اصلیه که وجود داره. البته چون در واقع ما یه مقطع کارشناسی ارشدی داریم که ممکنه بعضی از ورودی ها لیسانسشون اقتصاد نبوده باشه، برای همین ما یه درس جبرانی مبانی اقتصاد داریم برای اون عزیزان اگه در کارشناسی مبانی رو نگذرونده باشن، که کمک میکنه به تقویت اون بعد روایتگری و در واقع آشنایی با مفاهیم اقتصاد. تو درس هامون هم خب خیلی وقتا ممکنه ما توقف هایی رو داشته باشیم که سعی کنیم اون مفاهیم رو اول بسنجیم که چقدر خوب یاد گرفته شده و دوم بخوایم اونها رو به خوبی عمیق یاد بدیم، و این توجه وجود داره که ممکنه یه تنوعی تو ورودی هامون باشه و بعضی از عزیزان کمتر آشنا باشن با این مفاهیمی که خیلی بنیادی و کلیدی. ببخشید من یه توضیح کوتاه فقط اضافه بکنم خدمت عزیزان. عرض کنم که حالا آیا شهرسال توضیح خیلی خوبی رو دادن، در حد یه جمله این که در واقع شما علاوه بر این که مفاهیم در واقع شاید گسترده تر و عمیق تری رو نسبت به کارشناسی یاد میگیرین، جدا از اون با توجه به این که کارهای مدل در واقع روش‌های مدل سازی رو آشنا میشین و نقش ریاضیات رو در اقتصاد که خب هستش رو بیشتر آشنا میشین باهاش، عملا یاد میگیرین که چگونه مقالات علمی و کتابهای اقتصادی رو بتونین بخونین و بعد هم آروم آروم بتونین از مصرف کننده علم اقتصاد به تولید کننده اقتصاد علم اقتصاد تبدیل بشین و بتونین خودتون پروداکشن به نوعی داشته باشین. من همین جمله رو خواستم فقط اضافه کنم در تکمیل صحبت دکتر. خانم دکتر محمودزاده بفرمایید. سلام علیکم. من خیلی خوشحالم میگم خدمت همه عزیزان. من میخوام یه نکته کوچیکی به این بحثی که عزیزان فرمودن اضافه بکنم، اینه که علاوه بر این ما سعی میکنیم اون تصویری که شما دارید میبینید یه تصویر به هم پیوسته باشه. یعنی شما اقتصاد خرد، کلان، سنجی، مالی درسته که جداگونه میخونید، ولی تمام تلاشی که داریم اینه که اینا رو در ارتباط با هم بتونیم ببینیم به عنوان در واقع یه کل به هم پیوسته، یه چهارچوب فکری که بعداً بتونید از این چهارچوب فکری برای تحلیل پدیده‌ای که دارین می‌بینین استفاده بکنین. بنابراین در واقع تلاش در طراحی دوره مبتنی بر این بوده که این درس‌ها تا جای ممکن ارتباطاتشون با همدیگه در واقع برقرار باشه، به این معنی که در ذهن شما جزایر جداگونه در واقع از مطالب شک نگیره و بشه که اینا رو در کنار هم ببینید. فکر کردم که شاید لازم باشه این نکته اضافه بشه. هستم در خدمتتون. آقای مخصوصی تشریف داریم؟ بله بله، یه لحظه قطع شدم فکر می‌کنم. خب من چند تا سوالی که ارسال شده رو بگم، فقط دو تا سوال فکر کنم خیلی کوتاه جوابش مشخصه. یکی از دوستان پرسیدن که جایی هست که به سیلابس درس‌های مختلف دسترسی داشته باشیم؟ اگر سایت دانشگاه تشریف ببرید توی هومپیج اساتید، هر استاد با توجه به درس مختلفی که ارائه میدن اونجا معمول سیلابس و حالا حتی تکلیف ها و اینها رو
آپلود کردم میتونین استفاده کنین. شروع ترم هم پرسیده بودن که آیا آبان سال پیش که بعیده، چون پارسال کنکور دیر برگزار شد، امسال احتمالاً مثل همون روال همه دانشگاه‌های میشه اواخر شهریور یا اوایل مهر، حالا بسته به اون زمانی که دانشگاه شریف اعلام کنن دوره شروع میشه. حالا دو تا سوال دیگه پرسیده شد که از اصل محترم میپرسن. یه سوالی که معمولا خب سوال خیلی ها هم هست اینی که پرسیدن که آیا حضور تمام وقت و وقت گذاشتن تمام وقت برای دوره ارشد نیازه، یا حالا به یه زبون دیگه پرسیدن که آیا تمام روزهای هفته رو باید به دانشکده اختصاص بدیم یا نه. حالا هر کدوم از اساتید من یه نکته خدمت عزیزان عرض کنم. ببینید اینی که چقدر زمان نیاز هست برای یه دوره کارشناسی ارشد خب به پایه افراد بستگی داره، ولی دوره ما در واقع یه دوره فشرده است، به این معنا که خب دروسی که شما میگیرید هر کدومشون تمرینات هفتگی دارن، یک مطالعه‌ای برای هفته دارن و شما در واقع با مفاهیم و مطالب جدیدی هر هفته آشنا میشید که اونا رو باید هضم کنید و این نیازمند خب بحث و فکر کردن و مطالعه و این چیزاست. پس یه مقداری اگر شما فکر میکنید شاید پایتون منزه کافی قوی نیست در اقتصاد، خب این میطلبه که زمان قابل توجهی برای دوره گذاشته بشه. و دقت کنید این یه دوره بعد از ظهر نیست، یعنی شما نمیتونید مثلا برید سر کار و بگید خب من 5 به بعد قراره بشینم و این دوره رو بخونم. اینکه بگید من 2 روز در هفته میخوام برم سر کار، 3 روز در هفته، 3 روز دیگه از 5 روز کاری هفته رو بذارم برای دوره. همچین چیزی امکان پذیر نیست واقعا. حتی اگه پایه خیلی قوی هم داشته باشید. چون حجم تمرینا و مطالعاتی که بعد انجام بدید اجازه نمیده. حداقل در ترم اول و دوم اصلا ما توصیه نمی‌کنیم که عزیزان اشتغال دیگری غیر از تحصیل داشته باشه. ترم های بعدی خب تو خود دانشکده هم فرصت های کار هست. الان ما بر بسترهای مختلفی مثل مرکز تحلیل داده که اخیراً در حال راه اندازیش هستیم و پروژه های درش تعریف کردیم، یا پروژه های ارتباط با صنعتی که ارتباط با صنعت منظورم کلاً دسته پروژه هایی که در قالب مشاوره برای بخش خصوصی یا بخش دولتی تعریف میشه، ما خب از دانشجوهای دانشکده استفاده میکنیم به صورت گسترده. ولی تو دو ترم اول معمولا جواب نمیده و تجربه نشون داده که حتی افراد خیلی قوی هم نمیتوانند بار درسی رو در کنار کار بردارن. منم یه نکته‌ای باز تکمیلی عرض بکنم، اصل صحبت های که وسال فرمودن، ولی در واقع من حالا از یه زاویه دید دیگه میخوام خدمتتون بگم و اون این که عملا اگر که واقعا اگه بخوایم از اون طرف توصیه بخوایم بکنیم، فرض کنیم که اصلا شما وقت هم میداشتید که به کار دیگه میپرداختین، توصیه اکیدی که ما خدمتتون میداشتیم این بود که سعی بکنین که هر آن چقدر میتونین این دوره یک در واقع 2 سالی که در کارشناسی ارشد هستین رو متمرکز و با وقت گذاری حد اکثری سعی کنین توی دروس و کارهای تحقیقی که دارین انجام میدین، توی مقالاتی که بهتون ارائه شده شون حد یقف نداره، واقعا حجم مطالبی که به صورت در واقع چه اجباری چه اختیاری در دروس ارائه میشه بیش از حد وقتی هستش که شما دارین. حتی اگر کسی وقت اضافه ای هم داشته باشه میتونه اون مطالب اضافه تر رو یعنی بخونه، و ما توصیه‌مون واقعا به اینه که این دوره رو سرمایه گذاری حد اکثری روی خودتون بکنین، چون واقعا من اینو به تجربه عینی خودم بگم دیگه به این راحتی همچین فرصتی رو پیدا نخواهین کرد تو زندگیتون که بتونین وقت گذاری به این صورت داشته باشین، با یه دل استراحت با یه آرامش فکری بخواین به درس و بحث بپردازین. بعدن که دیگه وارد بازار کار بخواین بشین خیلی به این راحتی دیگه نمیتونین وقت در واقع مطالعه و با یه آرامشی روی در واقع کار کردن علمیتون بپردازین. خیلی ممنون.
اندازه نیست. خیلی ممنون. یه سوال دیگه ای که در قالب دو سه سوال پرسیده شده اینه که دوره اقتصاد، دوره ارشد اقتصاد چقدر افراد رو برای ورود به فضای سیاست گذاری در کشور میتونه آماده کنه؟ و حالا یه سوال شبیه این هم این که وجهه فارغ التحصیلان شریف توی فضای سیاست گذاری چطور؟ یعنی این که یک کسی از دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه شریف فارغ التحصیل شده باشه یک امتیاز به حساب میاد در گرفتن پوزیشن های کارشناسی توی نهادهای سیاستی یا یک نکته منفی به حساب میاد؟ حالا آقای دکتر مدنی‌زاده یا دیگر اساتیدی که دکتر رحمتی اگر سلام میدونن ایشون هم پاسخی بدن. دکتر رحمتی هم تشریف آورد. بله، ما دکتر رحمتی سلام عرض میکنم در خدمت شما هستم. صدای من رو دارید؟ بله دکتر بفرم. من سلام عرض میکنم خدمت متقاضیان محترم، دانشجویان محترم و همکاران گرامی. من فقط یه نکته در خصوص اون آخرین سوالی که پرسیدن بگم بعد سوال جدید. ببینید به هر حال شما وقتی جوان هستید ارزش اینه که در جوانیتون بیشتر رو خودتون سرمایه گذاری کنید، یعنی که بتونید تو طول عمر بلند مدتی تو زندگی ازش بهره برداری کنید. برای همین بدبستونش، هزینه فرصت فایدهش برای شماها این هستش که تا میتونید اول درس بخونید، چون یه سرمایه گذاری بسیار هم سوده هستش هم پرفایده است براتون. بعدش حالا حسب اینکه چجوری فرصت‌های در آینده براتون پیش میاد شما برید کار کنید و اینا. تو سوال جدید ببینید تو سیاست گذاری بسیار دانشکده خوشنام هستش، یعنی در مقایسه به دانشگاه‌های دیگه‌ای که وجود داره همکاران مختلفی توی دستگاه مختلف کار کردن و دانشجوهای خودشون رو معرفی کردن، اون دانشجوهاشون رفتن اونجا کار کردن و به هر حال به دلیل یادگیری که براشون وجود داشته، فایده‌ای که داشته یا دایورسیتی که تو محیط کار برای اونا به وجود آورده نسبت به بقیه متمایز شدن و برای همین تقاضا براشون زیاده. چون کم کم، یعنی مثلا اگه شما 15 سال پیش 20 سال پیش این سوال رو میپرسیدید، چون دانشجو کمتر رفته بودن تو محیط سیاست گذاری، آشنایی با نوع ارزش افزوده‌ای که فارغ التحصیلان شریف میتونه اضافه کنن کم شده، ولی الان کاملا این فضا شکل گرفته و برای همین میشه گفتش که در بعد سیاست گذاری خیلی مطلوب هست براشون که دانشجویان شریف رو بتونن جذب کنن. و یکی از مزایای دانشکده نسبت به مثلا دانشکده‌هایی مثل خاتم و اینا اینه که به شدت تو محیط سیاست گذاری ورود پیدا کردن، شاید الان میتونن رسیده باشن به سطح دانشگاهی قدیمی تری مثل دانشگاه تهران و برای همین خیلی، چون شما ها بالاخره جوان هستید، کم کم علایق خودتون رو درک میکنید که میخواید چه کاری انجام بدید، سیاست گذاری کنید یا نه. به جد من توصیه میکنم که دانشکده هایی انتخاب کنید که این ظرفیت براتون وجود داشته باشه. اگه دانشجوی فارغ التحصیل ساله قبل دانشکده رفتن تو وزارت اقتصاد کار میکنن، تو سازمان برنامه کار میکنن، تو بورس کار میکنن، سازمان بورس کار میکنن، اینها همه ظرفیت هستش که از این لینک ها استفاده میکنن. همه سال تقریبا این درخواست های استخدام توی شرکت های بزرگ توی وزارت خونه و اینا تو گروه فارغ التحصیل ها یا گروه دانشجوی اقتصاد میچرخه. برای همین حتما برای اینکه ظرفیت این که فعالیت کنید تو حوزه سیاست گذاری برای خودتون باز کنید، من به جد توصیه میکنم یکی از دانشگاه‌های اصلی رو انتخاب کنید. ما تو دانشکده دروسی مثل درس اقتصاد ایران و موارد مشابه اون داریم. اینها هم خیلی کمک میکنه به یادگیری که شما دارید در مورد مسائل واقعی و فکر کنید به مسائل واقعی. یعنی یه بخش مهمی از رشته اقتصاد این هستش که شما فکر کردن به مسئله سخت و مسئله واقعی رو تجربه کنید. برای همین اگر هم حتی میخواید اپلای کنید، این که مسائل سیاست گذاری که الان باهاش مواجه هستید در زندگی روزمره بتونید به عنوان تمرین فکری انجام بدید، خیلی ضروری هستش که همچین درسایی داشته باشید، با استادایی که این شکلی بحث میکنن برخورد کنید. چون شما الان
خیلی احساسی ندارید درباره مسائل سیاست گذاری مثلا آمریکا، عملا سوالهایی که کمک میکنه شما تمرین فکری داشته باشید رو مسائل اقتصادی، حتی اگه قصد قطعی دارید برای اپلایک، این هستش که دانشکده‌ای برید که این مسائل ایران مفصل بحث میشه، استادا باهاش درگیر هستن و مسائل ملموس و واقعی هست. خیلی ممنونم دکتر. یکم صداتون فقط خش داشت، حالا اگه میکروفون عقب تبدیل شاید یکم بهتر بشه. یه سوال دیگری در ادامه این، هم از شما هم از اصل دیگه میپرسم، اینه که بعضیا گفته شده که اساتید خب توی دانشکده اقتصاد شریف مشغول به کارهای سیاستی بیرون از دانشگاه. یه پرسشی که تو ذهن‌ها شکل می‌گیره اینه که این آیا باعث نمیشه که کارهای دانشگاه، حالا چه کارهای وظایف فنی چه وظایف پژوهشی مثل هدایت پایان‌نامه‌های دانشجوها و اینها آسیبی ببینه، یا اینکه نه لزوما این اثر منفی نیست و حتی میتونه اثر مثبتی هم داشته باشه؟ حالا خود شما آقای دکتر رحمتی یا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، انشالله که حالا همگی خوب باشه و خوشحالم که در این برنامه تشریف آوردید. ببینید من از زاویه نگاه خودم بخوام به این سوال پاسخ بدم، نیست که 24 ساعت 24 ساعته، خب، و از این زاویه بله، هر کسی اون 24 ساعت وقتی یه مدلی داره تخصیص میده به کارهای مختلف، خب یه جاهایی هم دیگه فرصت پیدا نمیکنه که به اون اندازه قبلی زمان تخصیص بده. اما نکته مهمی که من میخوام بهش بپردازم اینه که یعنی در واقع برگردم به نکته‌ای که دکتر حیدری اشاره کردن، دکتر رحمتی باشد اشاره کردن، و اونی که اولا سوالی که شما تعریف میکنید توی پایان نامه، اگر با یه استادی باشه که آشنایی خوبی داره با فضای سیاست گذاری در ایران، سوال کاربردی تری خواهد بود، سوال مهمتر و به درد بخورتری خواهد بود، اگر این دغدغه رو دارید. البته ممکن شما دغدغتون خیلی پیور آکادمیک باشه، اون داستانش متفاوته، اما وقتی با یه استادی کار میکنید که درگیر فضای سیاست گذاری هست، سوالی که توی پایان نامه‌تون تعریف میشه سوال کاربردی تری هست طبیعتاً. نکته دوم اینه که تایمی که استاد و دانشجو میذارن فقط حجمش مهم نیست، کوالیتی اون تایم هم خیلی مهمه. بنابراین گاهی اوقات استاد شما ممکنه یه هینتی به شما بده با تجربه‌ای که در فضای سیاست‌گذاری یا فضای بیزنس داره. مثلا فرض بفرمایید، حالا من از فضای کاری خودم بخوام مثال بزنم، من اگر با 4 تا هولدینگ ارتباط داشته باشم و بدونم که اینها مثلا فرض بفرمایید که وقتی صورت‌های مالیشون رو دستکاری میکنن چطوری دستکاری میکنن، ساختار انگیزشی چیه، تو ذهن مدیرا چی میگذره، به مراتب ادوایسی هم که به دانشجو میدم توی پایان‌نامه‌اش میتونه خیلی دقیق‌تر باشه. برای من شخصا خیلی خیلی زیاد پیش اومده موضوعاتی که برای پایان‌نامه تعریف کردیم با بچه‌ها، صرفا جرقش توی جلسه خورده، یعنی توی جلسه‌ای مثلا فرض کنید یه کسی گفته که آره تو بازار این مدلی دارن دستکاری قیمتی میکنن، همین شده موضوع یه پایان نامه. یا یه کسی گفته که مثلا ما الان تو هولدینگمون فلان مشکل رو داریم، همین جرقه خورده و شده موضوع یه پایان نامه. حالا هم ارشد هم دکترا من مثالهایی رو دارم که حالا فرصت نیست دونه دونه بحث بکنیم، ولی میخوام این رو عرض کنم که از یه طرف بله بالاخره اگر استاد از یه حدی بیشتر زمان بیرون از دانشکده بذاره یه ترید آف به طور طبیعی، اینو کسی منکرش نیست، اما این خیلی کمک میکنه اگه به حد بهینه باشه، بیش از حد نباشه، خیلی کمک میکنه به اینکه کوالیتی کار شما یه چیزی باشه که وقتی پایان نامه رو مینویسید حداقل دیگران رغبت بکنن این پایان نامه رو بخونن. یه مسئله‌ای که به نظر من آسیب فضای دانشگاهی امروز ما هست اینه که ما انقدری که دغدغه داریم که توی رفرنس‌های دانشجو مقالات مثلا 2020 به بعد باشه، دغدغه نداریم که اون سوالی که داره حل میکنه به چه درد مملکت میخوره، در حالی که تو دانشکده واقعا این دغدغه به نظر من خیلی جدیه. نکته دیگر این که باز همه همکارای ما هم یک
در واقع کریر پث رو انتخاب نکردن و ما همکارایی داریم که زمان خیلی بیشتری رو توی دانشکده هستن، خیلی اپروچ دانشگاهی تری به اصطلاح به مثلا پایان نامه و مسائل دارن. همکارایی هم داریم که خیلی در واقع توی فضای سیاست گذاری حضور پررنگ دارن و درش موضوعاتی که تعریف میشه و اینها خیلی کاربردی تر هست. بنابراین دانشجو به نظر من یه طیف مطلوبی از انتخاب ها رو هم توی مسئله داره. متشکر. عرض کنم که منم اگه اجازه بدین دیدن تکمیل صحبت‌های دکتر ابراهیم نژاد. ببینید همونطور که دکتر گفتن، اینکه سوال و ایده ها و پاسخ‌هایی که تو حوزه کارهای تحقیقاتی انجام میشه طبیعتاً از طرف همکاران خیلی موثرتر در واقع میاد تو دانشکده. نکته دوم اینکه همکاران واقعیتش من به تجربه چند سال گذشته که در خدمت دانشکده بودم واقعا اینطور نیستش که بگیم از وقت دانشکده بخوان مثلا بزنن و در واقع اون وظایفی که قرار انجام بدن رو مثلا انجام ندن یا کمکاری بخوان بکنن. من واقعا میگم مقایسه میکنم با دوران تحصیل خودم، میبینم که همکاران ما به مراتب بیشتر از اساتید اون طرف وقت میذارن روی کار پایان‌نامه بچه ها و مثلا اگر قرار هفته ای نمیدونم نیم ساعت یک ساعت باید قرار باشه باشه حالا یه هفته در میون بسته به توان دانشجو. و ما واقعیتش معمولا مسئلمون برعکسه، یعنی دانشجوها هستن که سرعت کاریشون نمیرسه در واقع به جلسات و به واقع اون میزانی که حالا مطالبه شده از دانشجو برای کار تحقیقاتی. اما خیلی وقتا هستش که در واقع ما خودمون هستیم که دنبال دانشجو باید بودیم که خب چی شد، چرا نمیای، چرا مثلا کار نرسید و اینها. نکته بعدی هم عرض کنم خدمتتون که حالا برای در واقع شاید شاهد مثال این نکته هم شما میتونین به هم لیست پایان نامه ها و متن پایان نامه هایی که هستش مراجعه کنین در مورد بحث بروز بودن سوالات و کاربردی بودن سوالات. و ثانیاً به حجم پابلیکیشن های همکارای دانشکده ظرف چند سال اخیر مراجعه کنین و مقایسه کنین با موارد مشابهش. یعنی ما الحمدلله حجم پابلیکیشن هامون چه در واقع جورنال های خیلی خوب انگلیسی چه در جورنال های فارسی فکر میکنم قابل مقایسه نباشه و این خوب نشون میده که همکاران واقعا وقت قابل توجهی رو برای کار پژوهشی خودشون دارن میذارن، برای کار تدریسشون میذارن و خب عملا با یه مقدار اضافه کار کردن و در واقع فشاری که دارن به خودشون میارن حالا در حوزه های در واقع سیاست گذاری هم دارن نقش بازی میکنن. و مورد آخر این که شاید این نکته کمتر بهش توجه میشه اینه که نوع همکاری هایی که ما همکاران دانشکده دارن به صورت معمولا به صورت فعالیت های مشاوره‌ای چون هستش و بوده تا الان غالبا و خیلی وقتا اینها در قالب پروژه های ارتباط با صنعت تعریف میشن و در واقع اصلا پروژه هایی هستن که انگار از بیرون، چون صنعت تو اقتصاد یه بخش بزرگیش میشه عملا حوزه سیاست گذاری. این اگر در رشته مهندسی برق صنعت یعنی کار کردن با یه فرض کنین کارخونه با یه مثلا شرکت آرندی، اینجا صنعت یعنی کار کردن با پژوهشکده هایی که تو حوزه سیاست گذاری هستن، کار کردن با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و غیره. و عمدتا اینها به صورت پروژه هایی هستش که تعریف میشه میاد توی دانشکده و در واقع شروع میشه به صورت کار تحقیقاتی روش کار شدن و حالا دانشجوها فارغ التحصیلا دانشجوهای دکترا مجموعه شروع میکنن روی این مسائل در واقع کار کردن. خود من تا الان چندین تا تجربه های متعدد داشتم و عملا هم با همین دانشجوهای خودمون و فارغ التحصیلا و دانشجوهای دکترای خودمون کار میکنیم. لذا عملا کاری هم که بیرون داریم انجام میدیم به نوعی کار دانشگاه هستش. نظام شاید خیلی عبارت این که بگیم مثلا کم وقت گذاشته میشه برای کار دانشکده خیلی شاید عبارت اصلا دقیقی هم نباشه و اصلا صحیح نیستش، عرضی نیست. خانم دکتر محمودزاده و آیه دکتر رحمتی هم اگه مرتبط با این سوال نکته
سلام. من هم بخوام یه نکته اضافه کنم، اینه که نفس این ارتباط ها یکی از چیزهایی که باعث میشه راحت تر شاید در اختیار ما قرار بگیره، داده هاییه که در واقع میتونیم بریم باهاش کار کنیم، در واقع داده هایی که لزوماً بدون ایجاد یک چنین ارتباط هایی در اختیار قرار نمیگیره. بنابراین ما میتونیم از یه زاویه متفاوت، مثلا از یه ارتفاع متفاوت به اقتصاد ایران نگاه کنیم و جواب سوالایی رو بدیم که شاید اگه این داده ها در اختیار نبودن در واقع نمیشد. من فکر میکنم که واقعا برای اینکه این موضوعات رو دوستان بتونن لمس بکنن، نگاه کردن به فهرست پایان نامه ها خیلی بهتون کمک کنه. روی سایت دانشکده اگه تشریف ببرید فهرست پایان نامه ها رو ملاحظه خواهید کرد. این داده ها لزوما داده های مثلا فرض کنید که بخش عمومی یا حالت مثلا سیاست گذاری به تعبیری که دارید استفاده میکنید نیستن. خیلی از این ارتباطات ارتباط با کسب و کارها رو هم فراهم میکنه و داده های سطح خوردی رو در اختیار قرار میده که میشه باهاشون جواب سوال خیلی جایی رو داد. و اینا هم در واقع ماده اولیه ماست دیگه، یعنی بهش احتیاج داریم. به زبون دیگه بخشی از وقت اساتی در واقع داره یه حالت جانشینی پیدا میکنه برای اینکه بتونه سایر مواد اولیه‌ای که برای آموزش و پژوهش و ارتقای در واقع دانشجوها لازمه رو فراهم بکنه. و فکر میکنم که اون مراقبتی که داریم، که اون در واقع حداقل زمانی که باید صرف دانشجو بشه که اصلا در واقع زمان کمی نیست، یعنی خیلی از ما تقریبا مستمر توی دانشکده حضور داریم، توی ساعاتی که مثلا بچه‌ها میخوان صحبت بکنن این ساعت لزوما ساعت اداری نیست. اینا رو من فکر میکنم که شما خوب میتونید با بچهای انجمن علمی مرتبط بشید، احتمالاً آقای مخصوصی بتونن لینکی رو در اختیار شما قرار بدن که شما چه با دانش جوهای کنونی دانشکده چه با در واقع اعضای انجمن علمی کنونی و پیشین دانشکده مرتبط بشین و بخواین راجع به این موارد باهاشون سوال بپرسین. فکر میکنم که سعی کردیم که در واقع این چیزو کنار هم ببینیم، در واقع این نهادهای مختلفی که برای آموزش و پژوهش شما عزیزان لازم هست رو کنار هم ببینیم و بتونیم اینا رو با هم ببریم جلو. عرضم تمام. من ببخش فقط یه جمله میخواستم اضافه کنم و اون این که واقعیتش در دوران کرونا به دلیل اینکه خب تقریبا هم دانشکده ها و همه جا تعطیل بود، شاید مثلا یه نوع ابزرویشن خیلی دقیقی وجود نداشته باشه، چون بالاخره کلا کسی دانشکده نبودش و همه از منزل یا حالا از محل کارشون در واقع متصل می شدن و حالا کلاس ها پایان کار جلسات تحقیقات و پایان هم آیناشون رو جلو می بردن. یه مقدار شاید مثلا یه ابزرویشن که ممکنه یه وقتی به وجود اومده باشه در این دو سال که مثلا کسی نیستش، هم عمدتا دلیلش به خاطر این بوده که همه به صورت ریموت کار می کردن. ولی قبل تا قبل از کرونا و حالا الان که دیگه کرونا تموم شد، ما انشاءالله از این به بعد دوباره مثل قبل شاهد در واقع حتی حضور فیزیکی همکاران هم خواهیم بود انشاءالله. اینه فقط خواستم یه تأکید بکنم که دوستان مد نظرشون باشه. خیلی ممنون. این لینک کانال انجمن علمی رو من اینجا قرار دادم، لطفاً ما رو دنبال کنید. احتمالاً روز شنبه هم یک برنامه‌ای برای پرسش پاسخ بین دانشجوهای سال بالایی، دانشجوهایی که الان دوره ارشد رو یا گذروندن یا در حال گذروندن هستن هم برگزار میشه. غیر از اون هم اونجا آیدی دبیر و نایب دبیر انجمن هست، اگر نیاز بود ارتباط بگیرید با یکی از دانشجویان دانشکده اون حتما کمک میکنه. یه سوال دیگه ای که خیلی پرسیده شده اینه که چرا مباحثی که توی دوره ارشد اقتصاد شریف تدریس میشه نسبت برخی از دانشگاه های کشور خیلی بیشتره؟ مثلا یک برخی مباحثی که توی دوره ارشد معمولا تدریس نمیشه، دانشکده تاکید داره که تدریس بشه توی شریف. و یه سوال دیگه خیلی زیاد پرسیده میشه اینه که نقش ریاضی توی اقتصاد شریف چیه و چرا مثلا یه شایعی هست که مثلا ریاضی خیلی نقش پررنگی داره، اصلا ریاضی مهمه مهم نیست؟ راجع به این دوتا سوال هم حالا دکتر وصال و اگه میخواین و بعدش اصل دیگه. ولی سوال اول که یه مقداری برای من مبهمه حقیقتش، که مباحث بیشتر دقیقا یعنی چی؟
چون ما در واقع طرح درس ها مثلا احتمالا بفهم احتمالا تو ذهنشون یه مدلایی مثلا توی شریف خود میشه جاهای دیگه بهش توجه نمیکنه. آره حالا این یه مقدار گزاره کلیه، به نظرم این راحتی قابل ارزیابی نیست. تو درس های مشخص باید یه همچی سوالی طرح شه که آدم بفهمه دقیقا چه موضوعیه، ولی من یه توضیح کلی در مورد شیوه طراحی سیلابس و طرح درس ها بخوام خدمت عزیزان بدم. ما معمولا اینطوریه که شیوه ارائه دروس رو تو دانشگاه های برتر دنیا ارزیابی میکنیم که و به صورت دوره‌ای هم این کار انجام میشه که از استانداردهای روز دنیا ما فاصله نداشته باشیم. ببینیم که خب بالاخره اون درس فرض بفرمایید اقتصاد خرد یا اقتصاد سنجی یا محیط زیست، درس‌های اختیاری مخصوصا که ارائه میشه، الان دقیقاً به چه شکلی ارائه میشه، چه موضوعاتی مد نظره و چه روش‌هایی توی حوزه اقتصاد داره به کار میره و سعی میکنیم خودمون رو تطبیق بدیم با اون در واقع مرزهای دانش روز. بحث ریاضیات در اقتصاد هم ببینید، در واقع ریاضیات یک ابزار هست در اقتصاد که خدمتتونم در پاسخ به همون سوال اول عرض کردم که این ابزار در مقاطع تحصیلات تکمیلی پررنگتر و بیشتر استفاده میشه و در واقع وجه تمایز اقتصاد از سایر حوزه های علوم اجتماعی هم که موضوع این علوم یکسانه، اینا میخوان روابط انسان در اجتماع رو بررسی کنن، جامعه شناسی هدفش شبیه اقتصاد، علوم سیاسی تا یه حدی موضوعات مشترکی با اقتصاد داره، ولی اینها با روش‌های متفاوتی به مسئله نزدیک میشن. اقتصاد قوتش در روش شناسیشه، در استفاده از ریاضیات و منطقیه که خب روایت‌های غیر منسجم رو حذف میکنه. یعنی شما اگه از زبان ریاضیات و تجرید استفاده نکنید، مدل سازی، خب خیلی سخت میشه بفهمیم که کدوم روایت منسجمه کدوم منسجم نیست. اقتصاد مزیتش و نقطه قوتش نسبت به سایر علوم اجتماعی، حالا این حرف منم نیست، حرف در واقعی که دانشمندان علوم اقتصاد میزنن، این هست که از ریاضیات و مدل سازی کمی حالا آماری در کنارش استفاده میکنه. دانش چاره ای نیست از این که ما اگه میخوام بگیم اقتصاددان هستیم باید این ابزار ریاضی رو تا یه حد خوبی مسلط باشیم. البته به تناسب دیگه، بعضی از عزیزان میان پیش من میگن آقا ما درس آنالیز حقیقی برداریم، میگم خب چه کار میخوای بکنی، هدفت چیه، یا میگن فلان کتابهای اقتصاد سنجی رو ما بریم بخونیم، خب باز سوال پیش میاد که هدفت چیه، دنبال چی هستی که میخوای این ابزار رو کسب کنی. یه مقداری متناسبه با هدف افراد تغییر میکنه، ولی کلیت مسئله که ریاضیات و مدل سازی آماری ضرورت داره در اقتصاد قابل نفی نیست. حالا یه چند تا سوال حالات قوانین بیشتر دوره است، یکی راجع به خیلی پذیرش از طریق مصاحبه سوال شده و یکی هم تفاوت دوره شبانه و روزانه، این رو هم اگر آقای دکتر وسالی بفرمایید که بعدش بریم سراغ پرسش و پاسخ. بله ببینید، ما مصاحبه در واقع یه مکانیزمیه که الان فعال نمیشه، تحت عنوان 80% که بعد از اینکه نتایج کنکور بیاد در واقع افرادی که دانشگاه شریف رو بالاتر از اون مکان قبولیشون زده باشن، مثلا شریف توی جایگاه اول یا دوم انتخاب رشتهشون انتخاب شده باشه ولی گزینه سوم اولویتشون قبول شده باشن و این افراد 80 رشتهشون هم در کارشناسی غیر از اقتصاد باشه، مثلا ریاضی باشه یا چه میدونم جامعه شناسی باشه، یه رشته غیر از اقتصاد باشه، اینا اگر 80% تراز آخرین فردی که در اون کد رشته قبول شده رو بیارن، اون وقت لیستشون به ما معرفی میشه بر اساس سازمان سنجش و ما اون افراد رو مصاحبه میکنیم و بر اساس ارزیابیمون در مصاحبه ممکنه بپذیریم برخی از این افراد رو در دورم. این قصه مصاحبه است. حالا سوال دومتون چی بود مخصوصی؟ تفاوت دوره شبانه. شبانه
و روزانه تفاوت خاصی ندارند از نظر دروس و پایان نامه و غیره، تنها تفاوتشون توی شهریه است که دانشگاه شهریه اخذ میکنه از دوستانی که شبانه پذیرفته باشه. بله درست. یه سوالی که خیلی زیاد پرسیده شده که حالا فکر کنم جوابش هم داده شده، بازم اصلا دیگه احتمالاً توضیح میدن، این که راجبه گرایش های مختلف پرسیدن، گفتن مثلا اقتصاد رفتاری ما میتونیم کار کنیم یا زمینی اقتصاد سیاسی، اینا معمولا تنوع خوب بین اساتید و حوزه های کارشون هست، معمولا هر حوزه‌ای که شما در نظر بگیرید اساتید هستن که حالا بتونین باشون پایان‌نامه تعریف کنید در موضوع خاصی که مد نظرین. تقریبا بیشتر گرایش های اصلی که توی اقتصاد مورد توجه بچه ها هست پوشش داده میشه. الان از دوستان دعوت میکنم اگه سوالی دارن دستشون بالا بیارن، جلسه هم دو طرفه بشه. دوستان دانشجوی عزیزی که سوال دارن میتونن دستشون از علامت دست بزنم بالا بیارم، من میکروفون رو خدمتشون بدم سوالی بپرسم. آقای خلیفه بفهمید. به من میاد؟ بله بله بفهم. سلام میکنم به همه. من سوال داشتم که من بله بفهم. من چون کنکورم و من دانشجوی لیسانس علوم سیاسی هم، بعد چون که کنکور سال دیگه باید 4 سال من تمام میشه، سوال داشتم که واسه من که از اقتصاد چیزی نمیدونم یا چیزای پراکنده خوندم، چجوری مطالب رو بخونم که بتونم تا حد دانشگاه شریف قبول بشم؟ خودخوان بخونم. بعد یه سوال دیگه این که قبولی های دانشگاه شریف تا چه رتبه قبول شدن؟ به چه درصدایی زدن؟ سوال آخرم که اقتصاد نظری با اقتصاد انرژی چه تفاوتی داره؟ خیلی ممنونم. ممنون، متشکر. خب سلام میکنم. حالا راجع به اقتصاد انرژی های دکتر رحمتی شما اگر توضیحی دارید زیاد پرسیدم بچه ها راجع به اقتصاد انرژی. صدای منو خوب دارید؟ چه مسئولیتی داره؟ صدای منو دارید خوب؟ بله. یکم فش داره ولی خوب. خوبه؟ بهتر شد. بله بله. خوب. ببخشید من توی جاده هستم. بله. ببینید در مورد جانم. در خدمت همانی دکتر، صداتون میاد. ببینید در مورد اقتصاد انرژی، خب این که خیلی واضحه که شما الان نگاه کنید عمده دو جا تو ایران عملا پرداختی هاشون خیلی خوبه. یکی شرکت های هلدینگی پتروشیمی هستن، هلدینگ خلیج فارس، شرکت های پتروشیمی، بالاخره پول دست این پتروشیمی هست. یه جای دیگه که پرداختی هاش خیلی خوبه فایننس و بورس و اینا هستن. عملا دانشکده میشه گفت تو این دوتا موضوع قطبه. یعنی شما نگاه کنید مثلا چندین نفر از بچه‌های تعمیم مالی نفت و گازی که تو دانشکده ما تدریس میشه، من بارها دیدم تو جلسات شرکت پتروشیمی کوچ شده و سوال پرسیده شده که شما این کلاس رو گذروندید نگذروندید، چون به بچه‌ها کاملا ایده میده که چجوری تو این شرکت ها، چون شرکت ها عملا مهندس زیاده، چیزی که وجود نداره کسی که اقتصاد بخونه زنجیره تولید رو بفهمه، زنجیره ارزش رو بفهمه، تریدینگ رو بفهمه. این یه بخش. یه بخش دیگه هم به خاطر اینکه فایننس باهم دانشکده فایننس کاربردی خیلی خوبی هست، چه قسمت الگوریتم تریدینگش که های دکتر آریان هستن، خیلی از کارگزاری‌ها دنبال الگوریتم تریدینگ هستن، و چه قسمت کورپوریت فایننسش که های دکتر ابراهیم نژاد هستن. برای همین شما اگه کارگزاری های بازار سرمایه نگاه کنید، یه بخش بزرگش بچه های شریف هستن، بچه های اقتصاد شریف هستن. برای اقتصاد انرژی عملا من فکر کنم جزئیات مزیت های دانشگاهی که فراهم میکنه ناظر به بازار جاب و
ضروراتی که اینا به وجود اومده. و یه نکته مفیدش اینه که ما عملا حالا مرتبط هست به این سوالی که پرسیده، ما از مبانی مهندسی انرژی درس میدیم. اصلا ایده تو دوره اختصار ما این هستش که هر کسی با بک‌گراند، هر بک‌گراندی اگه وقت بذاره درس بخونه از اول، از مبانی ریاضی، مبانی مهندسی انرژی درسشو میگیره و مشکلی برای اتمام دوره نداره. بله خیلی ممنون، متشکرم. یه سوال دیگه هم پرسیدن آقای خلیفه درباره این لیسانسش علوم سیاسیه، آیا نیاز حالا چه علوم سیاسی چه رشته‌ای که حالا شاید یه مقدار دور باشن اقتصاد، نیازه که پیش نیازی رو تأمین بکنن تو این فاصله که تا دوره مونده یا نه؟ آقای دکتر مدنی زاده شما یا دکتر بساط هر کدوم بفرمایید. خواهش میکنم. ببینین حالا تا قبل از اینکه دوره شروع بشه خیلی بهتر هستش که عزیزانی که بک‌گراند اقتصاد ندارن صدای من میاد؟ یک دو سه. بله. عرض کردم که برای دوستانی که بک‌گراند اقتصاد ندارن تا قبل از که دوره شروع بشه توصیه میشه که سعی کنن حالا این دروس مبانی اقتصاد یا اقتصاد خرد رو یه مقدار در واقع مطالعه خودشون داشته باشن به صورت خودآموز. ما بقیه مباحث رو دیگه وقتی وارد دوره بشن انشالله ما سعی میکنیم که اون پیش نیازهای لازم رو خدمتشون ارائه بکنیم. البته درس مبانی اقتصاد رو هم داریم. یه پکیج های مقدماتی رو هم داریم آماده میکنیم که باز برای دوستانی که وارد میشن در اختیارشون میذاریم، برای دوستانی که اگر احیانا احساس کنن یه بک‌گراند هایی رو ندارن بتونن از اون بک‌گراند ها رو در واقع خودشون خودآموز مطالعه کنن و یاد بگیرن. زبان و ریاضی رو هم توصیه میکنم، هم در حوزه زبان خیلی توصیه میکنم که دوستان سعی کنن خودشون رو تقویت بکنن، در حوزه ریاضیات هم، ریاضیاتی که معمولا در عرف مقاطع کارشناسی ارائه میشه توی دانشگاه مهندسی و حالا تا حدی هم حتی دوستان اقتصاد ممکنه داشته باشن، ریاضی یک و دو هستش که مباحث کلکولس هستش، جبر خطی و بحث‌های مربوط به آمار و احتمال و فرآیند تصادفی، اینها رو خوبه که در واقع قبل از ورود به دوره در واقع مقدار تجربه کرده باشن. تا حدی هم اگر که با کد نویسی آشنا باشن خیلی براشون اکیداً توصیه میکنم این زمان رو بذارن و با بحث برنامه نویسی آشنایی اولیه رو پیدا بکنن، چون در طول دوره ممکنه که اذیت بشن و فرصت کافی نباشه برای اینکه بتونن خودشون رو برسونن. دیگه من نکته تکمیلی ندارم. بله خیلی ممنون. آقای کرمی هم دستشون رو بالا آوردن. آقای خلیفه شما سوالی باقی مونده اگر نکته باقی مونده فهم. میکروفونتون فکر کنم بازه. حالا اگر نویستون برو بالا بیا. آی کرمی شما میکروفونتون بازه، میتونید سوالتون بپرسید. صدای من رو دارید؟ بله بله بفرمایید. ممنونم. من تشکر میکنم به بچه های انجمن علمی که همچی فرصتی رو فراهم کردن و از اساتید که وقت گذاشتن. سوالی که من به طور خاص دارم اینه که حالا من تصورم رو میگم با توجه که اساتید بیشتر از من توی حوزه کار کردن احتمالاً میتونن جواب بهتری بدن. من توی یک هفته که بعد از انتخاب بعد از اومدن رتبه دارم صحبت میکنم با بچه‌ها و مثلا دانشگاه‌های مختلف و اینها، من صرفاً دارم چیزی که دریافت کردم رو میگم و دارم صحتشون میخوام بسنجم. بچه‌ها معمولاً میگن که به شدت دوره شریف دوره پرفشار به لحاظ حالا اون چیزی که من دستشون شنیدم از خود بچه‌ای که تحصیل کردن، پر از استرس و فشار رو باید کلی بخونن و مثلا اینکه از بچه‌ام امروز صبح میگفتم 15 ساعت فلان درس زمان بذاری و که حالا یه نمره اوریجی بگیری مثلا، یه همچین فضایی رو ترسیم میکرد از سختگیری‌ها و اینا، میگفت که میتونه بسیار هم خوب باشه اگر اون فهم عمیق حاصل بشه. حالا سوالی که من داشتم اینه که برای کسی که مثلا الزاماً بناش رو برای این نذاشته که بره تو فلان شرکت کار کنه، مثلا با یه سری چیزهای که شاید کمی غیر عرف‌تر باشه وارد اقتصاد شده، مثلا در دغدغه فقر داره، در دغدغه عدالت داره،
من یا میخواد بین رشته ای تر کار کنه، مثلا اقتصاد رفتاری به میزانی کار کنه، یا باز دغدغه فرق داره. خب این مثلا آدم نیاز داره که مطالعات جانبی داشته باشه توی دو سال و نیمه، از علوم سیاسی باید چیزهایی رو بخونه، از روانشناسی باید چیزهایی رو بخونه، از انسانشناسی و تاریخ باید چیزهایی رو بخونه توی دوره که همزمان با این میره بالا. میگم سوالی که واسم پیش اومده تیه ها رو بررسی هایی که داشتم، دانشگاه شریف مثلا به طور خاص واسه کسی که مثلا دغدغه رشد پایدار داره، دغدغه فرق داره به طور خاص، طور کلی دغدغه اجتماعی داره و اینها، آیا با این تصور من اینه با این شرایط هیچ فرصتی واسه مطالعه جانبی و مثلا کارها حتی میدانی و رفتن و دیدن و اینا شاید نباشه؟ نمیدونم، حالا آقای مدنی زاده به سال هر کدوم از اساتید که صحیح میدونن جواب بدن ممنون میشم. با تشکر. خیلی ممنون. آقای دکتر من خواهش میکنم بقیه همکارانم هم نظراتشون رو بفرمایند، ولی من اگر از دیدگاه خودم بخوام پاسخ جناب آقای کرمی رو بدم، ببینین دو تا موضوعه، یکی اینه که آیا واقعا پرفشار هستش یا نه و در واقع باید کار بکنین. فکر کنم در ابتدای جلسه صحبت شد که خب بالاخره شما برای اینکه بتونین یک در واقع کارشناس خوب اقتصاد بشین و مقدمات لازم رو پیدا بکنین برای اینکه وارد جامعه بشین و بتونین یه کارشناس خوب اقتصاد باشین، یا اینکه آماده شده باشین برای اینکه ادامه تحصیلات رو در مقطع دکترا بدین و بعد انشاءالله بتونین یه اقتصاددان برجسته بشین، طبیعتاً باید کار زیادی رو بکنین و الان وقتشه و باید سرمایه‌گذاری انسانی رو خودتون انجام بدین و هیچ شاید وقت اضافه هم اگر کسی داشته باشه باز بهتره که تو همین زمینه در واقع وقتش رو بذاره و به کار دیگه ای نپردازه. و از این جهت خب بالاخره یعنی دوره ایه که بالاخره ما سعی میکنیم زمینه رو برای شما فراهم بکنیم برای اینکه بتونیم وقت بذاریم. طبیعتا بسته به میزان در واقع بک‌گراندتون و پتانسیل های فردی، بعضیا باید خیلی وقت بذارن، بعضیا یعنی به صورت اون قسمت اجباریش، بعضیا کمتره. یعنی ما حتی دانشجویانی داریم که با شوخی به من میگفتن که درس مثلا درس شما خیلی وقتی هم از ما نمیگیره، یعنی به جدی میگفتن، ولی خب نکتهشون این بود که همیشه خیلی هم اینجوری که حالا گفته میشه که وقت زیادی میبره اینطور نیست، متفاوته برای افراد مختلف. نکته دومی هستش که حالا بحثی که فرمودین بحث فقر و عدالت و اینا که اصلا حوزه همین اقتصاد، اینا چیز جانبی نیست، ما اینا رو داخل حوزه کاریمون میبینیم و همکارانی هستن که در همین حوزه دارن کار میکنن و طبیعتا شما اون وقتی که ازتون میگیره، دوستمون پایین پرسیدن که چرا 5 ترم میشه، من پاسخی که دادم دقیقا در همین راستا بود. شما در واقع برای اینکه بتونین مطالعات کافی و مکفی رو داشته باشین که بتونین به حوزه هایی که علاقه مند هستین، حالا یه وقت اقتصاد رفتاریه، حالا اقتصاد سیاسی هستش، ممکنه نمیدونم هر بحثی، یعنی فرقی نمیکنه، همه اینا حوزه های یکی از زیرمجموعه اقتصاد، حوزه شما رو مثال زدین فقر و اینا همش زیرمجموعه اقتصاد هستن. تو هر کدومشون بخواین تخصصی بشین طبیعتاً باید مطالعات جانبی هم داشته باشین، کتاب مطالعه کنین، مقالات رو بخونین و خودتون رو برسونین در حدی که بتونین یه کار در واقع تحقیق خوب انجام بدین و در واقع به تعبیری ملا بشین توی کار. و خب این زمینه وقتی وجود داره دیگه، یعنی شما توی فرض بفرمایید 3 ترم دروسی که باید دانشکده به شما میده رو باید بگیرین و عملاً یه 2 ترم و یا 3 ترم بعدش رو بیشتر پردازین به کارهای تحقیقاتیتون و فرصت این رو پیدا میکنین که در واقع مطالعات جانبی رو داشته باشین. حالا باز ممنون میشم اگه همکاران دیگه هم نظرات خودشون رو بفرمایید. همکاران اصلا دیگه اگر دیدارم خواهم دارید که محمود زادم فکر کنم سلامت باشید. نه، نکته اصلی در واقع همینه که ما فکر میکنیم این یه سرمایه گذاریه که توی این دوره عملا باید انجام بدید دیگه و
و بعداً احتمالاً ازش منتفع میشید. یه مثالی هم فقط میخواستم بزنم چون با یعنی مثال خوبی بود داستان فقر و نابرابری، ولی شاید مثالی که میزنم کمک کنه. ببینید الان شما مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس یا مثلا فرض کنید که وزارت رفاه، خب دو تا مرکزی هستن که اینا روی فقر و نابرابری تو ایران کار میکنن، مستند به داده‌ها کار میکنن، سعی میکنن با استفاده از تجربه‌های داخل ایران و دنیا راهکارهایی بدن برای اینکه وضعیت بخواد بهبود پیدا بکنه. عملاً وقتی که شما در واقع ترکیب عزیزانی که اونجا هستن رو ملاحظه بفرمایید، خیلی ها در واقع از دانشجویان قدیم ما بودن، دانشجویان در واقع دکتری یا ارشد. یعنی میخوام بگم که اون هدفی که فکر میکنید قراره بهش برسید، ما سعی کردیم که این برنامه رو به گونه‌ای طراحی کنیم که انشالله بهش برسید. مصداقاً هم اگه نگاه کنین، خب واقعاً بودن عزیزانی که این مسیر رو طی کردن و الان سعی می‌کنن واقعاً اثرگذار باشن. بنابراین فکر می‌کنم که این وقت گذاشتنه، این در چهارچوب رفتار کردنه و فکر کردنه، این سوال داشتنه در کنار در واقع کار با داده و تست کردن فرضیه‌ها مبتنی بر آنچه که داده‌ها در واقع داره به ما نشون میده، تونسته کمک کنه که بچه‌ها به اون دغدغه‌های اجتماعیشون برسن. من عرضم در این زمینه تمام. آقای دکتر وصال. ممنون از توضیحات همکارا. ببینید من یه نکته رو می‌خواستم تاکید کنم و اونم تمرکز هست. شما اگه می‌خواید اقتصاد بخونید، خب باید تمرکزتون رو حفظ کنید در وهله اول که خود اون اقتصاد رو یاد بگیرید. طبیعتاً من اول صحبتم هم اشاره داشتم که موضوع خیلی از علوم اجتماعی یکسانه. مثلا فقر تو جامعه شناسی بحث میشه، توی علوم سیاسی ممکنه بحث شه، تو اقتصاد هم بحث میشه. اینی که حالا رویکردهای این افراد در واقع متخصصین حوزه‌های مختلف این موضوع چیه، خب هر کدوم میتونه سودمند باشه، کسی نافی این نیست. اما شما که بخواید اقتصاد بخونید، در وهله اول باید خود اون اقتصاد یاد بگیرید. دوره ارشد با توجه به فشردگیش واقعا این فرصت رو به شما نمیده که بخواید مثلا، یعنی ما بخوایم توی طراحی دوره از سایر حوزه‌های علوم اجتماعی هم شما رو تغذیه کنیم. البته اگه یک کسی اومد تو دوره موضوع تحقیقش این بود یا اینکه دید وقت اضافه تری داره، خب حتما ما توصیه میکنیم که مطالعات جانبی داشته باشه و این مباحث رو خودش به صورت خودخوان دنبال کنه. ولی اینکه تو برنامه دوره بگذاریم، حقیقتش در دوره های متمرکز اقتصاد اصلا چیز رایجی نیست و در دنیا هم اصلا نمونه من ازش سراغ ندارم. یه دوره بین رشته ای هست که اونها اصولا برای افرادی مناسبه که پایه اقتصاد قوی دارن یا حالا پایه خاصی تو جامعه شناسی دارن، میان حالا میخوان از اون رشته دیگر و اون حوزه دیگر علوم اجتماعی کسب اطلاع کنن و یک کار بگیم بین رشته ای انجام بدن. ولی دوره ما یه دوره متمرکز اقتصاد هست. من عرضم تمام. بله ممنون. یکی از سوالایی هم که خیلی پرسیده شده، من بپرسم تا باز برگردیم به دوستان که شفاهی سوال میپرسن، اینه که دوره اقتصاد شریف رو با دوره‌های اقتصاد دیگه‌ای که در کشور برگزار میشه خواستن مقایسه کنن و پرسیدن که چه مزیتی مثلا بین شریف و حالا خاتم، تهران یا مؤسسه نیاوران و دانشگاه‌های دیگه‌ای که این دوره مشابه رو برگزار میکنم وجود داره. آقای دکتر مدنی زاده یا آقای دکتر وصال، هر کدوم از اساتید یه بار دیگه میشه بفرمایین؟ من یه لحظه خوب متوجه سوال نشدم. چند توی این فضا پرسیده شده که تفاوت دوره‌ای که توی شریف برگزار میشه با دوره‌های مشابه چیه؟ حالا به طور خاص مثلا با دانشگاه خاتم و دانشگاه تهران خواستن که مثلا یه مقایسه ای بکنید، بگید که چه تفاوتایی میتونه داشته باشه. حالا من نکته خودم رو میگم، باز بقیه همکاران کمک کنن در پاسخ. عرض کنم که ببینید حالا در مورد در ارائه دروس پایه و اینها که خب حالا بالاخره همه جا این ارائه میشه، شاید اون تفاوت هایی که حالا نظر من
میتونه تفاوت‌های مهمی باشه. یکی بحث همون بحث تنوع دروس هست و این که قدرت انتخاب برای تو هر کدوم از گرایش‌ها، یعنی شما الان مثلا فرض کنید در حوزه مثلا اقتصاد کلان بخواید کار بکنین، مثلا حداقل 4 تا استاد رسمی دانشکده دارن روی حوزه کار میکنن، به علاوه از 10 نفر به علاوه اساتید همکاری که ما باهاشون کار میکنیم بالاخره به عنوان گزینه برای شما هستن توی حوزه های زیر مجموعه، مثلا فرض بفرمایید سازمان صنعتی بخواید کار بکنید، حوزه های مربوط به توسعه بخواید کار کنید، هر حوزه‌ای بخواید کار بکنین اساتید هستن و حتی چند استاد هستن که دارن تو اون زمینه ها فعالیت میکنن، اقتصاد انرژی و غیره. یعنی یکیش میشه بحث تنوع هستش. همینطور مورد بعدی به حوزه فایننس هستش. ما یکی از در واقع شاید مزیت های جدیمون حوزه فایننس، ما چندین استاد فایننس خیلی خوب رو در داخل مجموعه دانشکده داریم و هم گروه اقتصاد هم تو کل دانشکده داریم و همینطور اساتیدی که باهاشون در واقع همکاری مستمر بیرون رو داریم. یعنی من در مقایسه اینها رو کامل در واقع خیلی حتی برتر از حتی دانشتو حوزه فایننس حتی بهتر از خاتم میدونم واقعا شریف رو. در حوزه در واقع موضوع دیگه علاوه بر تنوع بحث ارتباط با مسائل کاربردی در واقع روز هستش، کاربردی جامعه هستش، یعنی که در ابتدای صحبت هم اشاره شد ما به دلیل در واقع نوع همکاری ها و پروژه های ارتباط با صنعتی که همکاران دارن به شدت دستشون در کارهای مسائل روز هست و پایان‌نامه ها و کارهای تحقیقاتی که انجام میدن خیلی اپلایده، با داده هایی کار میکنن که معمولا کسی در مثلا کمتر کسی در کشور اصلا حتی دسترسی بهش داشته یا باهاش کار کرده و این داده ها از قضا منجر شده به پایان‌نامه هایی که و بعدم ریسرچ پیپر هایی که خیلی حتی برای کسایی که در واقع قصد ادامه تحصیل دارن خیلی برای اون طرف خیلی جذابه دسترسی به این داده ها، یعنی اینکه ببینن یه کسی تونسته با یه همچین داده ای رو دسترسی داشته و کار کرده و طبیعتا ریسرچ پیپری که با اون انجام داده خیلی ریسرچ در واقع جذابی هست برای اون طرف و خب امکان هم پابلیکیشنش بوده هم برای در واقع پذیرش خیلی مورد استفاده قرار گرفته. عرض کنم خدمتتون این بحث و اون تسلطی که در واقع همکاران به واسطه ارتباطات با صنعتی که دارن روی مطالب روی مباحث روز دارن و توی ارتباط دهی مبانی تئوریک با در واقع مسائل کاربردی، یعنی من شاید یکی از وجه ممیزه های دانشکده رو چه نسبت به دانشگاه تهران و جای دیگه که حالا بعضا ما دورادور شنیدیم، من خیلی موردی نمیخوام بحث بکنم و حالا دانشگاه میام با مجموعه دانشگاه این وجه مشخصه رو خیلی زیاد در واقع شنیدم که این امکانه که در واقع اتصال بین مسائل تئوریک اقتصاد با مسائل واقعی روی زمینی که باهاش روبرو هستیم رو الحمدلله هم اساتید هم دانشجوها در واقع اساتید میتونن کمک کردن و دانشجوها به این قابلیت رسیدن که بتونن این کار رو بتونن انجام بدن. در مقایسه با مثلا بحث با حالا دوستان خاتم رو پرسیدن یا حالا محسنی، حالا تو بحث بازار داخل فکر میکنم دانشکده خیلی الحمدلله موفق بوده در جا پلیسمنت های داخل کشور به واسطه حالا مجموع ارتباطاتی که همکاران دارن. در حوزه اپلای هم باز ما به صورت تاریخی بچه ها ادمیشن های خیلی خوبی رو همیشه میگرفتن و میگیرن. در طی 2-3 سال اخیر به دلایل حالا شرایط کرونا هم تصمیمات و در واقع دانشجوها خیلی متفاوت شده، نوع تصمیم حالا تصمیم به نرفتن گرفتن خیلی یا تصمیم یا دانشگاه ها اونور ظرفیت هاشون رو به شدت پایین آوردن یا مسائل مالی که به وجود اومده و در مجموع تو 2-3 سال اخیر یه مقدار کلا پترنا متفاوت شده، ولی حالا ما امیدوار هستیم که در واقع با اتمام دوره کرونا دوباره انشالله برگردیم به اون شرایط قبلی که داشتیم. ولی یه نکته که نکته آخر که قابل تعامله در خصوص بحث حالا ادمیشن و اپلای اینا خیلی براشون دغدغه هست، این نکته رو من باید بگم که این واقعیتش اینه که پذیرش خوب گرفتن به صرف بودن توی یه دانشکده خوب نیستش، به تلاش و کوششی هستش که دانشجو اونجا انجام میده
و در واقع ممکنه یه فردی باشه خیلی بک‌گراند خوبی رو داشته، ولی وقتی بیاد اون تلاش لازم رو انجام نده و خب نتیجهش هم طبیعتاً نمیگیره. یعنی این رو باید خیلی، من خیلی تلاش میکنم همیشه به دانشجوهای خودمون که هستن این رو بگم که حواستون باشه وقتی داریم مثلا فرض کنیم پایان‌نامه انجام میدین، اینا بالاخره مواردی هستش که این زمینه ای هستش که شما میتونین خود در واقع خودتون رو میتونین نشون بدین و بروز ویژگیاتون، ویژگی‌های شخصیتون اینجا متبلور خواهد شد. و خب اگر کسی تلاش کافی رو نکنه، خلاقیت کافی رو به خرج نده، پشت کار رو نداشته باشه، طبیعتاً نه نتیجه مطلوبی رو میگیره توی توصیه نامه ها و اینا، بالاخره به صورت غیر مستقیم تاثیر، به صورت مستقیم تاثیر میذاره. یعنی وقتی یه نفر خیلی خوب کار میکنه توی توصیه نامش طبیعتاً خیلی خوب منعکس میشه توسط اساتید مختلف. این نکته تلاش در طول دوره خیلی مسئله مهمیه که نتیجه اواقعت میشن ها رو رقم میزنه. حالا باز اگر بقیه همکاران توضیحی دارن در خدمتشون هستیم. منم اگه بخوام یه نکته اضافه کنم به نکاتی که دکتر مدنی‌زاده فرمودن در مورد ویژگی‌های دانشکده، ببینید دانشکده ما الان دانشکده مدیریت و اقتصاده، در واقع ما مدیریت اقتصاد و حالا سیاست‌گذاری علم و فناوری هستیم. بنابراین علاوه بر اون تنوع گسترده‌ای که آقای دکتر وصال در مورد درس‌های اختیاری به شما نشون دادن، عملاً برای دانشجویی که علاقه‌مند هستند که مباحث مرتبط با گرایش‌های مختلف MBA را که خود اونم در واقع خیلی متنوع واقعا توی دانشکده ارائه میشه و ممکنه که در واقع برای کسایی که به محیط کسب و کار علاقه مندن، شرکت توی اون جلسات، دیدن اون افراد، شرکت توی اون ورکشاپ ها و نشست‌های متعددی که برگزار میشه خودش خیلی یادگیرنده، در واقع یاددهی زیادی داشته باشه و بتونه درکشون از شرایط بازار کار و وضعیت اقتصاد ارتقا بده و بهبود ببخشه. در مورد درس‌های در واقع مربوط با MBA هست، در مورد درس‌های مرتبط با سیاست گذاری هم هست و این غیر از اینه که در واقع دانشکده مدیریت و اقتصاد طبیعتاً در بستر دانشگاه صنعتی شریف داره فعالیت میکنه. بنابراین مثلا فرض کنید که دانشکده ریاضی، کامپیوتر، گروه فلسفه علم، همه اینا در واقع یه چیزی رو، یه در واقع مواردی رو آماده میکنن که برای کسایی که علاقه‌مندن که از طرق دیگه بخوان خودشون رو تقویت بکنن، از این بستره بتونن استفاده بکنن و مثلا حتی گاهی کارهای بین رشته‌ای انجام بدن، مثل مثلا فرض کنید مجموعه مطالعاتی که روی بازار برق توی ایران صورت گرفته، یه مجموعه کاری که روی بازار انرژی شده در همکاری با مثلا فرض فرمایید دانشکده انرژی و اینها. فکر میکنم که این فرصتی که در واقع در اختیار هست برای یادگیری هم میتونه بهتون کمک بکنه. عرضم تمام. خیلی ممنون، متشکر. دو سوال بیشتر در زمینه من هم قبل از اینکه بری سوال بعدی در مورد پذیرش یه توضیحاتی بدم. آره من فکر کنم چیزی بفهمم. آره این نکته که در واقع هدف فرد چیه به نظرم خیلی مهمه. شما باید ببینید واقعا دنبال چی هستید. اگه یه کسی دنبال اینه که خب صرفا بره خارج از کشور و اونجا ادامه تحصیل بده به هر قیمتی که شده، خب این حتما براش امکان فراهم هست، حالا چه بیاد شریف چه بره جاهای دیگه. سوال اینه که بالاخره افراد آیا دنبال مثلا کسب اون مرزهای دانش هستن، میخوان در یک دانشگاه خیلی خوبی بهتر از دانشگاهی که در ایران هستن کارشون ادامه بدن یا خیر. اگه فرض کنیم یه کسی هدفش این باشه به هر دلیلی، من فکر میکنم بستر مناسب در دانشگاه شریف فراهمه که بتونه خودشو به یه مرحله ای از رشد و بلوغ برسونه که در او فرصت خارج از کشور موفق عمل کنه. خیلی مهمه ها، موفق عمل کنه. یعنی اینی که شما برید حالا به هر طریقی لزوماً موفقیت رو در پی نداره و لزوماً هم به کسب او دانشی بالاتر از آنچه میتوانستید در کشور کسب کنید منجر نمیشه. پس این یه نکته. نکته دوم این که اتفاقاً فرصت‌های کار تو رشته اقتصاد در داخل ایران خیلی خیلی زیاده و هم از نظر مالی خیلی شما رو میتونه تأمین کنه و هم از نظر در واقع اثرگذاری و رضایت درونی میتونه شما رو تأمین کنه. پس اصلا اینطور نیست که ما در واقع به عنوان یه سکوی پرتاب دانشکده رو ببینیم.
که میخوایم شما رو بفرستیم خارج از ایران که آقا بسم الله اینجا بیایید دیگه ما پستتون میکنیم به خارج از ایران که اونجا تحصیلتون داد. نه اصلا همچین چیزی نیست. ما الان یه دوره دکترای خیلی فعال و در واقع با کیفیت بالا داریم و سرمایه گذاری جدی توش کردیم که مسیر رو برای افرادی که میخوان در واقع تو ایران بمونند و ریسرچ واقعا با کیفیت انجام بدن در تعامل با دنیا باز کردیم. و الان عزیزانی که در دوره دکترای ما حضور دارن خب ریسرچ های خیلی با کیفیتی انجام میدن، در بهترین مجلات چاپ میشه و با اساتید خیلی برجسته در سطح دنیا ارتباط گرفتن، فرصت مطالعاتی میرن، برای پسا دکترا میرن و این امکانات کاملا فراهمه. یعنی یه جورایی شما قبل از اینکه ببینید حالا میشه پذیرش گرفت یا نه، باید ببینید خودتون دنبال چی هستید و بعد سرمایه گذاری کنید روی ایجاد اون رشد و بلوغی که خب حالا ادامه مسیرتون رو هموارتر میکنه. خانم دکتر معوضان فکرم این سوال دکتر داشتم بفهمید. آره سلامت بشید. من در واقع در ادامه همین نکته که آقای دکتر وصال فرمودن، ببینین این واقعا خیلی مهمه که آدم بتونه گزینه‌های مختلفی که در واقع میتونه جلوی راهش وجود داشته باشه رو شناسایی کنه، اینا رو با هم دیگه مقایسه کنه و بعد یه انتخاب مناسبی داشته باشه. فکر میکنم این خیلی موضوع مهمی در زندگی همه ما هست و یه اتفاق تکرار شونده هم هست. یعنی فقط این نیستش که شما وقتی که دانشجوی ارشدید با این سوال مواجهید، دانشجوی دکترایید، بعدش همیشه با این سوال در واقع مواجه هستید. واقعا تلاش داریم میکنیم اون بعدی که در واقع بتونیم اینه که کمک کنیم که شما گزینه‌های در واقع فراری خودتون رو بشناسین، میتونه خیلی متعدد باشه و کمکتون کنیم که در واقع با توجه به اون علایق و اینایی که دارین اونی که فکر میکنین براتون بهتره رو در واقع انتخاب بکنین. یعنی واقعا قضیه بهتر و بدتر به صورت مطلق طبیعتاً وجود نداره و اینجا اون تنوعی که در واقع شما در استاداتون ایشالله توی دانشکده میبینید خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. تنوعی که در واقع روی رشته هاشون هست، روی طیف سنی که اینا دارن، تجربه های کاری و حرفه‌ای و تحصیلی که در واقع خودشون داشتن و خب به نظرم شاید خیلی مهم دغدغه‌ای که در واقع برای آینده دانشجوها دارن، اون خیلی میتونه کمک بکنه به اون که اون در واقع انتخاب حداقل با شناخت در واقع بیشتری باشه و با توجه به شرایط موجود در واقع بخواد انتخاب مناسب تری برای هر یک از شما صورت بگیره. هیچ جواب مطلقی برای همه وجود نداره و امیدواریم که بتونیم با اون شناختی که طی این دوره از شما پیدا میکنیم کمک کنیم به اینکه اون جایابی نهایی بخواد جایابی بهتری باشه. این به نظرم کلن موضوع مهمیه که تو زندگی بخواید مد نظر قرار بدید و برای تصمیم گیریاتونم به این موضوع فکر کنید، به اینکه یه افرادی باشن که بتونن بهتون مشورت بدن و کمکتون بکنن در اون انتخابایی که توی زندگیتون میتونن خیلی انتخابای اثرگذاری باشه. عرضم تمام. خیلی ممنون. آقای دکتر کشاورز هم جمع و اضافه شدن. سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر کشاورز. آقای دکتر کشاورز شما اگر نکته‌ای دارید. همه شما عزیزان و همچنین داوطلبان گرامی که انشالله به زودی دانشجویان ما در دانشگاه‌های ایران خواهند، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، متشکرم. دو تا سوال در رابطه با گرایش مالی هست. من از زمانی می‌پرسم، آقای آریان فکر کنم تشریف بردن. یک سوالی که معمولا پرسیده شده این که آیا محدودیتی وجود داره که چه بخش دانشجو نظری گرایش مالی رو انتخاب بکنن یا نه؟ یعنی اگر تعداد زیادی از دانشجوهای نظری هم علاقه‌مند باشن که روی زمینه مالی کار کنن، آیا این امکان وجود داره و فراهم هست شرایطش یا خیر؟ و یکی هم راجع به فرصت مختلفی که یک فارغ التحصیل زمینه مالی از دانشکده ما پیش روش هست، حالا بیشتر هم ناظر به بازار کار ایران. این دو سوال رو اگر زمانی بفرمایید ممنون میشم.
چشم در خدمتون هستم. ولی در مورد تعداد تا حالا که مثلا اتفاقی نیفتاده بود که یه جوری بشه که مثلا اگر از 30-40 نفری که میان همه بخوام برم مالی و مال و بخوایم چیزی داشته باشیم، ولی کلا هم اینجوری نیست. یعنی حتی اگه این اتفاق هم بیفته، چون بچه ها درسای مختلفی میگیرن، حالا هم درسای اختیاری هست هم بخوای درسای اجباری هم با هم میگیرن، اتفاق خاصی نمیفته. ولی آره، نه محدودیتی که بگه مثلا فقط این تعداد میتونن برن و اینا نیست. فقط دقت کنین که خب پایان نامه‌ای که بعد بگذرونین بالاخره بسته به اینی که با کدوم استاد انتخاب میکنیم زمینه کاری هم تا حدی مشخص میشه. اینه که خب حالا اگه مثلا اساتید ظرفیتشون پر بشه، ممکنه مثلا نهایتا تو پایان نامه کسی بخواد کار کنه، حالا استادی نباشه که تو اون زمینه مورد علاقه ظرفیت خالی داشته باشه. محدودیتم شاید فقط همین باشه، وگه نه درس و اینا اصلا مسئله نیست و تا حالا هیچ وقت به مشکل برنخوردید. در مورد اینی که فرصت های شغلی که برای بچه‌ای که گرایش مالی میان فراهمه، خب فرصت های شغلی خیلی بسیار زیادی فراهمه، بسته به اینی که رو چی متمرکز بشن. در واقع هم همه، یعنی به طور خصوصی و شرکتی بخوان کار کنن، در واقع توی زمینه های مدیریت مالی میتونن کار کنن، توی بانک ها میتونن مشغول شن، توی بخش مدیریت ریسک و توی بخش های دیگه، توی کارگزاری ها میتونن فعال شن، خودشون تو بازار سهام میتونن فعالیت کنن. در واقع بسته به اون زمینه‌ای که حالا توی سرمایه گذاری در واقع بیشتر علاقه مندن، به مالی شرکتی بیشتر علاقه مندن، به بحث ریسک و اینا بیشتر علاقه مندن، تو هر کدوم از این نهادهایی که گفتیم یا شرکت متفاوت در واقع بازار کار هست براشون. تفاوتی هم که هست، یعنی در واقع مزیتی هم که مالی اتفاقا میتونه داشته باشه، به خاطر همینه که بازار کارش در واقع خیلی متنوع‌تر و خیلی خردتره. اینه که معمولاً متقاضی خیلی زیاده برای افرادی که تخصص مالی دارن تو این زمینه فعالیت میکنن. امیدوارم که سوالتون رو پاسخ داده باشم. من دیگه از خدمت مرکز شم برای این دور. خیلی ممنون خانم دکتر، لطف کردید، ممنون، متشکرم. آقای سعیدی دستشون بالا آوردن. مخصوصی من فقط یه نکته، من میکروفون شما رو وصل کردم. تکمیلی بخوام بگم، یه اتفاق خوبی که خدا شکر میفته این هستش که به اساتید دانشکده معمولا خیلی مراجعه میشه از جاهای بیرون، از سازمانها یا شرکتها، حالا چه تو حوزه‌های مربوط دوستان مرا مالی پرسیدن، چه برای کارهای دیگه، حوزه‌های دیگه. حقیقتش اینه که خیلی به همکارا مراجعه میشه برای معرفی کردن در واقع دانشجوها فارغ التحصیلای خوب برای کار. و خب ما یکی از در واقع حالا کار و مسئولیتی که داریم همین اینه که این اطلاعات رو در اختیار دانشجوها قرار بدیم. و من حالا با فیدبکی که از بازار کار دارم میدونم که بچه‌هامون در جاب پوزیشن های خیلی خوبی هستن و با درآمدهای خیلی قابل توجه، یعنی این از حوزه داخل خوشبختانه از این حیث خیلی عالی هستش. حالا دیگه برای بحث‌های خارجم که دیگه دوستان اشاره کردن، همین. خیلی عالی، متشکرم. آقای سعیدی دستشون بالا آوردن، من میکروفونشون روشن کردم، بفرمایید. سلام عرض ادب. آقای سعیدی صداتون؟ بله بله الان داریم، بفرمایید. ببخشید من یه سوالی داشتم، این که حالا برای دانشجویانی که صرفا قصد ادامه تحصیل تو مقطع دکترا رو دارن، بعد الان توی جلسه مطرح شد که حالا اقتصاد انرژی یا اقتصاد نظری تو گرایش مقطع کارشناسی ارشد زیاد محدودیتی برایشون تو مقطع دکترا یاد نمیکنه، حالا گرایش های دیگه مثل حالا اقتصاد بانکداری، اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، اقتصاد برنامه‌ریزی سیستم های اقتصادی میام مثلا تو این گرایش ها، چون حالا برن با محدودیتی برای تو مقطع دکترا براشون ایجاد میکنه یا نه؟ ممنون. بله خیلی ممنون، متشکرم. هر کدوم از اساتید محترم که در این زمینه آیدو که کشاورز بفرمایید. خب ببخشید این دوربین من روشن نمیشه، مشکل داره، تلاش کردم تنظیم کنم، در نتیجه توفیق ندارم که دوربین روشن کنم.
من بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ببینید برای ادامه تحصیل بر اساس مقرراتی که آموزش عالی، وزارت آموزش عالی و سازمان سنجش داره، صرفا داشتن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایش‌های اقتصاد کفایت میکنه. در نتیجه از این نظر هیچ محدودیتی وجود نداره که شما در گرایش بانکداری فارغ التحصیل شدید یا در گرایش توسعه یا در گرایش اقتصاد مالی. صرفا داشتن یک مدرک کارشناسی ارشد در گروه اقتصاد کفایت خواهد کرد. این از این نکته. اگر سوال فالوآپ در این زمینه دارید بفرمایید، یا نه من یه نکته دیگه بعدا اضافه بکنم. در مورد دغدغه‌ای که دوستانمون دارن درباره بازار کار بعد از دانش آموختگی از رشته اقتصاد، چه در مقطع کارشناسی ارشد چه دکترا، من این اطلاعات را خدمت شما عرض بکنم که با اطمینان میتونم به شما بگم که نرخ بیکاری در میان دانش آموخته های ما تقریبا صفره. یعنی الان تا به امروز من مراجعه کننده ای نداشتم، کسی بیاد به من بگه من در دانشکده اقتصاد دانشگاه سنت شریف تحصیل کردم الان دنبال کار هستم و کار برای من پیدا نمیشه. بلکه همچنان که آقای دکتر مدنی‌زاده اشاره فرمودن، همین در یک ماه گذشته من از دو تا بانک تماس داشتم، از همین دانشجویان ما که از اینجا فارغ التحصیل شدن رفتن در این بانک ها کار میکنن، دو تا بانک تماس داشتم که به من گفتن که افراد رو معرفی کن که ما بتونیم ازشون کمک بگیریم در انجام کارهامون. در واقع اون خلایی که الان در بخش های مالی و بانکی وجود داره این هست که کارشناسانی داشته باشیم، یک، کار با دیتا رو خوب بلد باشن، دو، گزارش نویسی رو خوب بلد باشن. که برنامه‌های درسی دانشکده ما به گونه‌ای است که هر دو مهارت رو با دانشجویان تمرین می‌کنن و دانشجو‌ها یاد می‌گیرن که چگونه گزارش خوب رو بنویسن و چگونه با دیتا کار بکنن. البته اینکه چه اندازه مهارت کسب بکنن این هم بستگی به خودشون داره، تا چه اندازه علاقمند باشن و خودشون رو در معرض اون کار قرار بدهن. هر چقدر اینجا تلاش بیشتری کرده باشن، مسلماً در مورد کار دست بالا رو خواهند داشت و در اون رقابت برنده خواهند شد. عرض من فعلا در اینجا تمام، اما اگر باز مورد خاصی پیش اومد من به اقتضای سوال وارد خواهم شد خدمتتون هستم. متشکرم، ممنون. دکتر رحمتی فکر کنم یک نکته داشتن در رابطه با این سوال. خیلی تو رحمتی سوالی که راجبه عرضی نیست. خب باشه، ما چکه من آقای عبداللهی، من میکروفونشون رو روشن میکنم، بفرم. سلام، صدای من میاد؟ صدای من رو دارین؟ بله، خسته نباشید، عرض میکنم خدمت اساتید و دوستان انجمن علمی. سوالم این هستش که امکان کمک گرفتن از استاد راهنمای دومی که مثلا مقیم خارج از کشور باشن وجود داره؟ چون مثلا آقای تهمتن که در زمینه رفتاری چند سال پیش کار کردن و خیلی هم موفق بودن همچین شرایطی رو داشتن، میخواستم بپرسم الان شرایط دانشکده و حالا کلا شرایط کشور تغییر کرده یا همون شرایط رو میشه داشت؟ متشکر، ممنون. آیا تو مدنز دو بفرمید شما؟ بله، جوابش مثبته. ما الان اتفاقا خیلی بحث همکاری بین المللیمون خیلی گسترده تر شده و چه حالا در مقطع ارشد چه در مقطع دکترا این امکان در واقع فراهم هست و خود همکاران به دنبال همین مسئله هستن و معمولا دانشجویی رو که ببینن که در واقع کارش به اندازه کافی خوب هست یا حالا موضوعی که در واقع انتخاب کرده و میزن و دانشجوی در واقع پرتلاش و پرکار و با استعدادی هستش که میتونه یه کاری رو در سطح کار بین المللی انجام بده متناسب با کار و متناسب با موضوع از همکاران بین المللی استفاده میکنن و میگم همین الان هم هست، هم خود بنده الان با از در واقع هیئت علمی خارج از کشور دانشگاه برتر دنیا در حال کار مشترک هستیم، هم بقیه همکاران.
لذا ظرفیت بالقوه است، ولی خب خیلی واقعیتش تابع این هستش که خود دانشجو در واقع به چه صورت، یعنی ما معمولا وقتی که مراجعه میکنیم به اون طرف میپرسن که خب این دانشجویی که داره میاد، دانشجویی که میخواد در واقع کار مشترک انجام بده، ارزیابیتون چجوریه، میتونه در واقع مثلا یه همچین میزان وقت گذاری رو داشته باشه یا در این میزان در واقع با کیفیت هستش که بشه ما سرمایه گذاری وقتی بکنیم، که ما در مورد واقع یه درصد خوبی از دانشجو بعضا این پتانسیل رو دارن و از خودشون نشون میدن و ما سعی میکنیم کارا رو انجام بدیم، حالا در حدی که در واقع امکانش برامون فراهم باشه. بذار بالقوه که هست بالفعل هم تا الان خیلی اتفاق افتاده. خواهش. ممنون، متشکر. اگر اصلی دیگه در رابطه با این سوال نکته دارن بله. یکی سوالای دیگه که پرسیده شده، گفتن که خب بگم تا حدی پاسخ داده شد که چه پیش نیازهایی نیازه، گفتن که آیا برای پیش نیازها با توجه به ناهمگونی دانشجوها و برنامه‌ای داره دانشکده، حالا تا حدی پاسخ داده شد اگر نکته‌ای باز هست، و اینکه گفتن برای تابستون‌ها دانشکده برنامه خاصی داره برای دانشجو یا خیر. ببینید تابستون که ما در واقع بیشتر میشه گفت پروژه های پژوهشی، مثلا پایان نامه افراد یا بحث های ارتباط با صنعت پررنگ هست و مباحث دنبال میشه. دوستان از آخر ترم دو در واقع ما تشویقشون میکنیم که اولین تابستانی که در دانشکده خواهند بود که تعاملاتی رو داشته باشن، حالا در قالب این پروژه های ارتباط با صنعت میتونه باشه یا در قالب پیشبرد موضوعات پژوهشی. بعد طبیعتاً تابستون سال بعدش هم همین مشغله ها وجود خواهد داشت و این فرصت های شغلی و کاری فراهمه. ما بعضی از سالها در واقع یک سری سامر سکول هم داشتیم که توی مباحث مختلف در واقع یک دوره های کوتاه مدت 4-5 جلسه یه هفته‌ای ارائه شده، ولی اینا خارج از برنامه آموزشی رسمی هست و عملا یک چیزی مازاد بونس بر اون دوره حساب میشه. ببخشید آقای محسی، من یه نکته تکمیلی هم میخواستم عرض بکنم، حالا در رابطه اون بحثای اپلای که دوستان حالا این پایینم دیدم که پرسیدن. ببینیم یه نکته به نظرم خیلی باید بهش توجه بکنین، این هستش که در واقع ما یه چندین سال پیش حالا به تنها بعضن یه تجربیاتی رو داشتیم، دانشکده، مجموعه دانشکده داشته که بعضی از دانشجوها پذیرش‌هایی رو گرفتن که واقعا شاید بشه بگی بالاتر از اون حدی بوده که واقعا شایستگیش رو داشتن، یعنی در اون حد نمیتونستن حالا باشن، بعد مثلا جایی یه مقدار شاید در واقع با رتبه پایین تری میرفتن میتونستن اونجا خیلی موفق تر باشن. بعد نتیجهش این شدش که اون مثلا دانشگاه ها نسبت به مثلا دانشکده ممکنه مقداری حس منفی بگیرن تو برخی از میان موارد بود، یا اینکه از همه مهمتر خود دانشجو در واقع آسیب خورده و ما مواردی داریم که دانشجو مثلا رفته و دچار افسردگی شده و دچار مشکلات شده. لذا ما دیگه واقعیتش این هستش که سعی میکنیم وقتی دانشجو اپلای میکنن یه نوع راهنمایی داشته باشیم بر این که مثلا تو چه سطحی در واقع اپلای بکنن و لزومن و واقعیتش اینه که هیچ وقت تلاشمون به اینه که اوورسلینگ نکنیم، یعنی اگر واقعا یه دانشجویی واقعا در حد MIT نیستش، خب برای MIT سفارشش نمی کنیم، مثلا یه دانشجویی اگه در حد استنفورد نیست نمی کنیم، چون واقعا به ضرر خود اون دانشجو خواهد بود که بخواد بره اونجا. و از این جهت من این که عرض میکنم واقعا برخلاف برخی دانشکده های دیگه که این کار رو من مطلعم که کردن و میکنن،
این اتفاقی که میفته اینه که بعد از چند سال ریپیوتیشن دانشکده تضعیف میشه و اون فردی که واقعا توان در واقع بودن در مثلا استنفورد رو نداره میره اونجا و در واقع خوب عمل نمی کنه و این ریپیوتیشن منفی برای دانشکده میمونه. بخاطر همین ما معمولا بعضا تلاش میکنیم که کسی رو واقعا اوورسل نکنیم، در حدی که در واقع فکر میکنیم هستش و خوشبختانه این نتیجه هم داده. یعنی ما بچه هایی که واقعا تواناییشو داشتن رفتن، اما هم استنفورد بچه ها رفتن، شیکاگو رفتن، بچه های دانشکده هاروارد رفتن، نمیدونم دانشگاه کلمبیا رفتن، برای کارنگی ملون پذیرش گرفتن، مینسوتا، ویسکانسین، تمام این دانشگاه های خوبی که شما بعضا شنیدین رو، یا یوپن، وارتون بوده رفتن و امکانش به صورت پتانسیال برقراره. اون چیزی که باید نسبت بهش در واقع توجه بشین که اوورسلینگ اتفاق نیفته. لذا تو بعضی از مقایسه ها ممکنه شما این وقت تو ذهنتون مقایسه کنید با بعضی جایی که مثلا فلانجا چرا بیشتر مثلا دانشگاه تاپ رفتن. من باید یه مقداری اینو باید یه مقداری نسبت به بحث اوورسلینگ توجه داشته باشین که این آثار سوءش چند سال آینده بروز میکنه و باید و میگم ما تجربه‌ای که داشتیم اینه که ما تلاشمون هستش که این اوورسلینگ اتفاق نیفته. ولی اگر دانشجوی واقعا خودش رو نشون بده، ما میگم دانشجوی خیلی خوبی رو داشتیم که همون ریسرچی که اینجا داشتن رو توی جلسات مصاحبه برای ادمیشنشون ارائه کردن یا به عنوان رایتینگ سامپل فرستادن و خیلی مورد توجه قرار گرفته و توی تاپ اسکول تونستن پذیرش بگیرن به واسطه همون ریسرچی که توی دوره ارشدشون اینجا انجام دادن و با نمراتی که اینجا گرفتن و توصیه‌نامه هایی که داشتن از دانشگاهی. میگم مثال زدم دیگه، حالا توی اروپا هم باز به تنوع LSE، LBS، جای مختلف. یعنی به طور کلی امکانه کاملا وجود داره از همین کاری که اینجا انجام میدین قابل فروش هست، ولی هر کسی طبیعتاً خوبه که اون جایی بره که واقعا توان تحمل اون حجم کار و استرس رو داشته باشه. یعنی شما اگر که مثلا MIT برین باید بدونین که دیگه شبا کم در واقع بیشتر 4 ساعت احتمالا نمیخواد. صدا قطع شد فکر کنم دیگه. به نظر میاد دکتر مدنی‌زاده از سودانای مخصوصی بفرمایید. آقای دکتر مدنی‌زاده، بله بله ارتباطشون قطع شدن. در خصوص این نکته اگر از دیگه نکته دارم بفرمایید تا آقای دکتر مدنی‌زاده برگردن. آقای دکتر فاطمی هم به جمع و اضافه نخدمت شد. بفرمایید. ببین من یه نکته دیگه ببخشید من واتسون قطع شد عذرخواهی میکنم. من یه نکته بگم در کنار نکته دکتر مدنی زاده و اون این که برای خودتونم خوب نیست. ببینید دانشجویی بوده رفته تو استنفورد، حالا من اسم دانشگاهشو نمیگم، مثال میزنم استنفورد، ولی هم رنگ استنفورد پلیس شده، بعد توی دانشگاه استنفورد مثلا خیلی دانشجو پرتی شده یا اصلا دراپ اوت شده و او خیلی کریر پسش سخت در بوده که مثلا یه جای دیگه مثل پن استیت پلیس می شده. و عملا نکته اینه که اینا مچینگه، یعنی بهترین مچ شماست. شما اگه بهترین دانشجو پن استیت بشید با دراپ اوت استنفورد بشید خیلی فرق میکنه. حتما بهترین پن استیت بشید یا مثلا سوم چهارم پن استیت بشید، جاب خوبی توی همون استیت یا شرکت میتونید بگیرید، ولی در استنفورد هیچ شانسی ندارید. و شما باید به این مکانیزم این که بهترین مچ شما چیه اعتماد کنید. عرض دیگه نیست. بله من متشکرم. آقای دکتر فاطمی هم به جمع اضافه شدن. آقای دکتر فاطمی اگر نکته‌ای با دوستان دارید بفرمایید. من فقط سلام عرض میکنم خدمت دوستان. ببخشید اینجا هم که من نشستم ضد نوره،
من یه بازدید داشتم امروز که همین چند دقیقه پیش رسیدم اینجا، چون قرار بود گفتم بیام تو گروه فقط یه سلام بکنم به همکارا و در حال دانشجویان احتمالی سال آینده. من نکته ندارم، قاعدتا گفتنیا رو همکارا گفتن، فقط خواستم بگم که از اینکه نتونستم زودتر به دوستان ملحق شم خلاصه دلم تنگ شده بود، گفتم بیام اینجا سلام بکنم. اگه نکته چیزی باشه من حالا تو انتهای جلسه هستم خدمتتون. سلامت باشید. آقای دکتر فاطمی، اگر علاقه مندی مزیت های شریف نسبت به دانشکده های دیگه هم یه توضیحی بدید. خب واقعیتش اینه که من اینجا نشستم که خود تصویر بهتر باشه، بخش من با گوشی هم وصل هستم، معذرت میخوام. واقعیتش اینه که خب مزیت شریف اینه که ما برام محل کارمون، من چند باری به دوستان گفتم از بودن توی این محل ما لذت میبریم، حداقل به عنوان اعضای علمی. مطمئنم دانشجوام همینجوره، یعنی من متوجهم که استانداردهای علمی و اینا چیزایی که از بیرون قابل مشاهده تره، حالا بقیه میتونن ارزیابی کنن، ما خودمون هم یه ارزیابی داریم از این که وضعیت علمیمون به چه ترتیبه، چون همیشه تلاش میکنیم که دانشکده را بهتر نگه داریم، طرح درس ها را تغییر بدیم، همکارای استخدام کنیم که سطح دانشکده را بهبود ببخشن. منتها یه چیزی که ممکن از بیرون خیلی قابل مشاهده نباشه، جو دوستانه و صمیمانه ایه که بین همکارا، اعضای هیئت علمی، حالا چه از اون بزرگترا و پیرمردا، آقای دکتر نیلی و حالا نمیگم دیگه پیرمرداش فدای دکتر نیلی، بقیه بزرگتر آقای دکتر کشاورز، خانم دکتر زمانی، چا همکارای جوانتری که بعدن ملحق شدن به گروه هست، اینه که جو واقعا خیلی صمیمانه است، نه فقط سطح گروه، سطح دانشکده. و من فکر کنم اون خیلی کمک میکنه. این فکر میکنم یکی از مزیت‌های بزرگیه که من تو خیلی از گروه‌هایی که حالا توش کار کردیم یا درس خوندیم، گروه‌های آکادمیک و دانشگاهی، ممکنه به این سرراستی و سر در از چی خوبی نبوده باشه. این یه نکته است. نکته بعدی هم که به نظر من، دوباره گفتم، با اون پیشفرضی که ما سطح علمیمون رو تا یه حدودی میدونیم و سعی میکنیم ارتقا بدیم، فضای خوبیه که بین دانشجوها در جهت رقابت برای درس خوندن هست. اونم فکر میکنم یکی از مزیت‌های خوب ماست، یعنی یه رقابت مثبتی که بچه‌ها به همدیگه در این حالی که کمک میکنن یه رقابت جدی هم با همدیگه دارن. اینم خیلی خوبه که من این دوتا را فکر میکنم دوتا چیزی باشه که ما هم تو تلاش کردیم که فضا رو ایجاد بکنیم، و همین که یه بازخوردی، یه فیدبک مثبت، یه لوپ مثبت ایجاد میکنه که وقتی ایجاد بشه خودش رو خودش تاثیر مثبت بیشتری میذاره. من دیگه میدونم دوستان خیلی در مورد این موارد صحبت کردن، همینجور چت ها رو اومدم چک کردم، دیدم اینجا دیدم در مورد محتوای درس، مقایسه با دانشگاه‌های خارج از کشور، اینکه بچه‌ها میخوان برن، اینا صحبت شده. من دیگه بیشتر مصدع نمیشم. چشم انتظارم که اول ترم حداقل نیمی از بچه‌هایی که میان رو درس خورده یک ببینمشون. سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر مدنی زدم، ببخشید من صدای منو دارین یا این مخصوصی؟ بله بله صداتون رو دارین. آخر جلسه هم هستش، زمانی جلسه گذشت، فقط حالا چون به عنوان شاید حسن ختام و بعد چند یا خداحافظی میکنم از دوستان، ببینید تو الان اون چیزایی که حالا گفته شد در مورد گذشته بود و در مورد این بود که خب حالا چه کارهایی تا الان انجام شده، حالا دوستان میتونن برن و بالاخره مستنداتش رو طبیعتا میبینن، هم در واقع از فارغ التحصیلانمون که کجا هستن، چه در حوزه کار، چه در حوزه در واقع بحث دانشگاهی، هم در حوزه در واقع درسایی که داره ارائه میشه و سیلابس ها، هم پژوهش‌هایی که همکاران انجام دادن و در واقع اون حجم بالای پابلیکیشن هایی که همکاران داشتن، اینا خب بالاخره اینا مشخصه و دوستان با مراجعه میتونن به وبسایت همکاران میتونن از جزئیاتش در واقع مطلع بشن. یه سری کارا هست که خواستم بگم که بدونین در واقع یا در جریان هست، هنوز بیرون منعکس نشده، یا بدونین که در جریان هست و داره انشالله خودش رو به زودی در دوره که شما بیاین نشون خواهد داد. حالا به عنوان در واقع رئیس دانشکده خدمتتون عرض میکنم، ما الان اولا یه سری امکانات در واقع خوبی رو برای دانشجوهای اولا دکترامون فراهم کردیم. ما در واقع سالانه بورسیه تقریبا یک سال و نیم هستش که دانشجویان دکترامون بورس هستن و در واقع به صورت ماهانه بورسیه ای رو دریافت میکنن که حالا ادعا نمیکنن عدد خیلی قابل توجهیه، ولی بالاخره در حد
که بشه کمک بکنه به این که بتونن متمرکزتر روی کار و تحصیلشون کار بکنن داره پرداخت میشه. از طرف دیگه در واقع دانشگاه و بعدم به طور مشخص دانشکده، ما یه ریسرچ گرانت قابل توجهی رو برای همکاران دانشکده گذاشتیم و همکاران این امکان رو دارن که روی پروژه‌هایی که انجام میدن، پروژه‌های در واقع تحقیقاتی که انجام میدن، حالا هم از پایان نامه یا غیر پایان نامه، روش در واقع RA استخدام خواهند کرد و در واقع که این RA ها از بین دانشجویان یا حالا فارغ‌التحصیلان یا دانشجوی دکترا خواهد بود و از دانشجویانی که خیلی در واقع خوب باشن و پشتکار خوبی داشته باشن، توانمندی‌های بالایی داشته باشن، امکان جذب در این پوزیشن های RA رو دارن و میتونن از این ریسرچ گرانتی که برای اساتید قرار داده شده که در واقع هزینه بکنن برای ریسرچشون و برای دانشجوشون میتونن استفاده کنن. مورد بعدی در حوزه در واقع جذب اساتید هست. ما در طی همین چند ماه گذشته چند تا جذب خیلی خوب رو داشتیم و چند تا جذب خیلی خوب دیگه هم در پیش رو داریم که حالا انشالله اگر که دانشگاه باش موافقت بکنه این میتونه کمک بکنه به بزرگتر شدن دانشکده و فرصت‌ها و اون فرصت‌های بیشتری که در اختیار شما میذاره و تنوع بزرگتری که هستش. یک اتفاق دیگه خوبی که دیگه که افتاده بحث adjunct professor هست که توسط دانشگاه در واقع چند مدتی هستش که فرصتش ایجاد شده و ما در واقع تونستیم شروع کردیم این کار رو که اساتید ایرانی خارج از کشوری که تمایل با همکاری با دانشکده دارند رو داریم به صورت در واقع استاد معین اصطلاحاً یا adjunct professor جذب کردیم و به صورت کاملا پرواکتیو داریم سعی می‌کنیم افراد رو جذب بکنیم، افراد دیگری رو هم جذب بکنیم و امید داریم که ظرف در واقع این سال‌های یکی دو سال آینده انشالله تعداد بیشتری از همکاران ایرانی که خارج از کشور هستن رو در واقع جذب داشته باشیم و همینطور یه مفهوم به نام پروفسور پرکتیس رو که میشه استاد صنعت، این رو هم ما در واقع بردیم دانشگاه و تصویب کرده، تصویب رئیس دانشگاه به تصویب رسیده و احتمال انشالله به زودی ما اساتیدی رو که فعال در واقع در خارج آکادمیا هستن، تجربه کاری والدی رو دارن و اونها رو به عنوان در واقع استاد صنعت میتونیم جذب بکنیم، اونها رو هم در واقع تو برنامه هست که به دانشکده در واقع بپیوندونیم و اینها در واقع کمک میکنه به اینکه ما گستره همکارانی که با ما همکاری دارن رو از طرق مختلف افزایش بدیم. عرض کنم که مورد بعدی هم حالا تو بحث جذب منابع مالی هست که کارهای خیلی قابل توجهی توسط همکاران و مجموعه دانشکده انجام شده و داره انجام میشه که منابع بیشتری رو بیاره و ما حتی شاید میام بتونیم جایی برسیم که این ریسرچ گرانت ها رو افزایش بدیم و همینطور شاید برسیم به جایی که بتونیم برای حتی دانشجویان ارشدمون هم بورسیه رو داشته باشیم. البته اینو نمیتونم فعلا قولش رو بدم چون باید اول اون منابع مطمئن شیم که محقق میشه، ولی خب زمینه کارهایی که مقدماتیش انجام شده. مورد دیگه‌ای که حالا آقای دکتر وصال هم اشاره کردن مرکز تحلیل داده هست که ما در واقع با همت آقای دکتر وصال و خانم دکتر محمودزاده این مرکز شکل گرفته و در حال حاضر حدود 7-8 کارشناس رو در واقع داره و ما هدفمون هستش که با تجمیع پایگاه‌های داده‌ای که وجود داره و همکاران توی تحقیقاتشون استفاده می‌کنن و از این ور اون ور می‌تونن در واقع بگیرن، اینا رو روی در واقع دیتا ورهاوسی در واقع داریم جمع می‌کنیم و پایه ریسرچ‌هایی هستش که در داخل دانشکده چه انجام شده چه داره انجام میشه و انشالله انجام خواهد شد و همکاران ما در واقع در از کانال مرکز تحلیل داده کارشناس‌های حالا که میشن دانشجوانمون یا فارغ التحصیلامون یا دانشجوی دکترامون رو در واقع استخدام میکنن و در واقع یک فرصت کاری خوب برای دانشجوها و فارغ التحصیلا همین مرکز تحلیل داده خواهد بود انشالله و ما امیدواریم که ظرف در واقع یکی دو سال آینده تعداد خوبی از شماهایی که انشالله به جمع ما میپیوندین رو اونجا داشته باشیم که از این طریق بتونیم در واقع اون دوره آموزشیمون با یک دوره مهارتی در واقع میاد تکمیل میشه، حالا یا ریسرچ های آکادمیک یا ریسرچ هایی که در واقع به حوزه های در واقع کاربردی داخل کشور بیشتر مرتبط هست رو ما بتونیم
انشالله از این طریق انجام بدیم و شما اون مهارتاتون رو اینجا میتونین تکمیل کنین. و الان به عنوان در واقع اولویت‌های اصلیمون این توسعه مرکز تحلیل داده هستش و منابع خوبی رو در واقع براش جذب شده تا الان و منابع خوبی هم داریم در واقع جذب میکنیم، پروژه‌های متعددی رو داریم میاریم انشاءالله که این بتونه یه محملی باشه برای اینکه شما بتونید علاوه بر اون کارهایی که در دانشکده به عنوان حوزه آموزش و پژوهشتون انجام میدین اینجا بیاین در واقع تکمیل بکنین و برای به عنوان بازار کارتون هم حتی میتونین بهش نگاه بکنین. اینا در واقع نکات اصلی بود که فکر کردم لازمه من خدمتتون ارائه بشه. من نکته دیگه تو این زمینه ندارم. دیدم یه سری سوالی پایین نوشته شده، اگه بخوام چون میخوام دیگه رفع زحمت بکنم از حضورتون. آقای دوستی پرسیدن از لحاظ گرایش اساتید به مکاتب اقتصادی مختلف آیا دایورسیتی وجود دارن؟ ببینیم ما حالا یه بحث مهمیه که به نظرم حالا قابل توجه. ببینیم ما در واقع شاید بشه بگیم واقعا از 4-5 دهه به این طرف دیگه خیلی مسئله مکتب اقتصادی اونقدر در دانشکده های اقتصاد مطرح نیست. این حالا این مکاتب که بعضن گفته میشه اینها آن چیزی هستش که از درس آموزهای دانشکده های اقتصاد ممکنه بیرون در حوزه سیاست بخواد مورد استفاده قرار بگیره و رویکردهای متفاوتی متبلور بشه. در ساحت علم، در ساحت در واقع کار علمی و تخصصی و تحقیقی این نوع در واقع مرزبندی هایی که بعضن بیرون هستش وجود نداره و ما الان حالا همکاران در حوزه های مختلف اون چیزی که در عمده دانشکده های دنیا شما بالاخره میتونین متصور باشین اون چیزهای اصلیش رو همکاران در واقع توش هستن و به نظر من دایورسیتی وجود داره. این حالا شاید اگه دوستمون صورت شفاهی بپرسن منظورشون از مکاتب چیه میگن، ما خیلی نگاه این چنینی به بحث در واقع اقتصاد ندیم. جایگاه علم اقتصاد جایگاه بالاتری هست از این که بخواد خودش رو در واقع درگیر این بحثای در واقع سیاسی بکنه. اون چیزی که شما به عنوان مکتب اقتصادی میشناسین در واقع یک چارچوب نرماتیوی هست که میاد از اون تحلیل‌های پوزیتیو در واقع استفاده میکنه برای مجموعه توصیه‌های سیاستی. حالا شما هر مکتبی رو ممکنه داشته باشین، ممکنه هر در واقع شما مکتبی رو بیارین این علم اقتصاد رو بریزین تو ظرفش و در واقع استفاده بکنین. حالا اگر باز شفاهن اگر بپرسین میتونم خدمتتون در واقع بیشتر توضیح بدم. حالا من دستی بالا نمیبینم. من از دوستان اگر سوالی باقی مونده لطفاً شفاهی بپرسن که به سمت جمع‌بندی بریم. سلام، من با اجازهتون خداحافظی میکنم از عزیزان. خیلی ممنون دکتر، متشکرم. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. خداحافظ. خب دیگه از 2 ساعت هم گذشتیم. روز شنبه انشالله آیدی که من از شما یه نکته دارید بفهم. روز شنبه انشالله جلسه خواهیم داشت با حضور دانشجویان و بعضی از فارغ التحصیلان دانشکده که اونجا حالا سوالهای جزئی تری که شاید تو این جلسه مجال مطرح شدن پیدا نکرد رو میتونید مطرح کنید. اطلاعیه اون جلسه رو میتونید روی کانال انجمن علمی آقای دکتر رحمتی در خدمت شما هست. من قبل از اینکه حالا خداحافظی کنم یه نکته میخواستم بگم به عنوان نکته پایانی. ببینید به نظر من شما توی سن حساس و کلیدی هستی که از من فکر میکنم این انتخاب حالا تو کارشناسی ارشد، تو کارشناسی یه ذره به هر حال حسب رتبتون تقریبا سورتینگا مشخص میشد، یادگیریاتون تقریبا یک نواخ بود. تو سن کارشناسی ارشد اونجاییه که دیگه داره شخصیت شما شکل میگیره و به نظر من شخصیت کاریتون منظورمه، شخصیت حرفه‌ایتون.
این که کجا رو انتخاب میکنید فقط از نگاه بعد مثلا درسی و گرایش و حالا مکتب و اینا که گفتن، یه بخشی هم انتخاب شما که کجا انتخاب میکنید، به هر حال شما تأثیر میپذیرید از محیط، از اون روابط انسانی، روابط با استاد، روابط با همکلاسی ها، دغدغه مندی، سوالمداری، حرفه‌ای بودن، متانت در علم، اینها به نظر من چیزیه که شما از کسایی یاد میگیرید که بالاخره یک دوره ای رو گذروندن، جاهای مختلف رفتن، ریسرچ های مختلف کردن، پستی بلندی های کار حرفه‌ای و درسی رو دیدن. من تنها نکته ای که خواستم اضافه کنم و این شاید اون چیزی باشه که شاید 2-3 سال یاد بگیرید بعد هر جا اپلای کنید یا سر کار برید یا خودتون بیزینس بزنید، 50-60 سال بعدش زندگی حرفه‌ایتون رو شکل میده. برای همین خواهش میخواستم بکنم که به این بود هم حتما در انتخاباتون، یعنی اون شکلی که فکر میکنید شما رو به کمال میرسونه و براتون مفیدتر هستش تو کار حرفه‌ای، حتما اون شکلی انتخاب کنید. همیشه مد نظرتون باشه که گزینه هاتون زیاد بشه، یعنی اینطوری نباشه که یه کریر پس داشته باشید توش قفل بشید. این آپشن ولیوه، این یه ارزش اختیار هستش که شما پیدا میکنید که بعداً بتونید جای خوب اپلای کنید، جای مناسب اپلای کنید، بیزینس خوب بزنید، شرکت های مختلف کار کنید و عملا تنوع همکارا، هیئت علمی ها، کریر پس سالای بالاییتون به این کمک میکنه. ببخشید من خواستم همینو بگم و شرمنده که اگه صدای من توی صحبت های قبلی خوب نبود. من امیدوارم که برای همتون آرزوی سلامت و موفقیت. خیلی ممنون آقای دکتر رحمتی، ممنون از توضیحات خوب شما. خب دیگه تقریبا به پایان جلسه رسیدیم، اگر استاد محترم برای جمع‌بندی توضیحات و نکاتی دارند بفرمایید. هر کدوم از اساتید که نیاز می‌بینند یک توضیح نهایی بفرمایید. آقای دکتر کشاورز در خدمت بفرمایید. خب من نمیدونم الان بله فعال کردم صدای منو دارید جناب مخصوصی؟ نمیدونم الان چه درصدی از حاضرین دارای مدرک کارشناسی علوم اقتصادی هستند و چه درصدی غیر علوم اقتصادی که غالبا رشته‌های ریاضی فنی هستند. اما اینجا روی سخنم با اون دوستانی است که رشته کارشناسی رو اقتصاد گذروندن. معمولا در بعضی از دانشگاه ها اینطوری گفته میشه که نرید دانشگاه صنعتی شریف یا نظایرین ها نگرانی ایجاد میکنن که این درس ها خیلی سخته براتون، شرایط دشوار میشه و نظایرین ها یا ممکنه خود شخص هستن این دغدغه را داشته باشه. من میخوام عرضتون برسونم که اصلا جای نگرانی نیست. ما دانشجویانی که از رشته علوم اقتصادی اومدن و واقعا خودشون آماده کردن برای یک چالش جدی و برای یک تولد نو در دانشکده ما خوش درخشیدن، خیلی موفق بودن و در بسیاری موارد جزء اون نفرات تراز اول فارغ التحصیلای ما بودن و این امکان رو داشتن که از دانشگاه‌های خوب دنیا پذیرش بگیرن، مقالات خیلی خوبی رو منتشر بکنن و زندگیشون، مسیر حرفه‌ای زندگیشون خیلی عوض شده، خیلی تغییر کرده. در نتیجه اگر آماده یک چالش جدی برای یک تولد دوباره هستید، حتما توصیه میکنم که دانشکده ما رو جزو یکی از انتخاباتون، اولویتاتون قرار بدید. البته باز انتخاب برای شماست و شما میخواید مسیر زندگی آیندهتون رو روشن بکنی، تعیین بکنی. ارزی ندارم، اما اگر در این باره هم عزیزان ما سوال داشتن من آماده هستم پاسخ بدم. عرض من فعلا در اینجا تمام. خیلی ممنون، متشکرم که دکتر محمودزاده در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلامت باشید. منم مجدد در واقع از حضور همه اساتید دانشجوها تشکر میکنم. انشالله که بشه که براتون مایه شناخت باشه و بر اساس اون بتونید انتخاب بهتری داشته باشین. فکر میکنم اگه ما میخوایم یه عمل کرده در واقع بالاتر از متوسط داشته باشیم، طبیعتاً باید تلاش بالاتر از متوسط هم بکنیم و احتمالاً باید بتونیم در واقع از بر این تلاشی که در یه دوره‌ای داریم میکنیم در یه آینده به اندازه کافی طولانی بخوایم بهره مند بشیم. به هر حال نمیشه که ما بخوایم که بالاتر از متوسط بهره مند بشیم ولی نخوایم که بالاتر از متوسط تلاش کنیم. اینو به نظرم خوبه که مد نظر داشته باشیم. و دیگه اینکه دوره ارشد و حالا بعدش طبیعتاً دوره دکتری، اینا دوره‌هایی هستند که شبکه انسانی که ما باهاشون در محیط حرفه‌ای و حتی گاه در محیط دوستانه و شخصی مرتبط خواهیم شد رو برای ما می‌سازن و این شبکه خیلی روی در واقع درک ما از زندگی، رفاه ما و در واقع رضایتمندی و بهروزی ما به نظرم موثره. گزینه‌هایی که در اختیارمون می‌ذاره رو تعیین می‌کنه و همچنین میزان در واقع بهروزی که از یک گزینه در واقع داریم رو به نظرم کاملا تحت تاثیر قرار میده. فکر میکنم وقتی که در هر زمینه‌ای در واقع میخواید انتخاب بکنید، به این شبکه هم پیشنهاد میکنم که فکر کنید و به صورت خاص در هر جا که هستید که انشالله موفق باشید، سلامت باشید، به ساخت این شبکه فکر کنید، به گسترشش فکر کنید. هم برای خودتون در واقع منفعت داره، هم انشالله برای در واقع جامعه شما و خود کشور یه چنین شبکه‌ای میتونه انشالله منفعت داشته باشه. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. انشالله که ببینمتون در دانشگاه. سپردمتون به خدا. خدا نگهدار. خیلی ممنون، متشکر. اگر اساتید محترم برای جمع‌بندی نکته‌ای ندارن که جلسه رو همینجا تمام کنیم. خیلی ممنون از همه عزیزانی که تشریف آوردن. باز هم من لینک کانال انجمن رو پین کردم. انشاءالله شنبه احتمالاً بعد از ظهر ساعت قطعیش رو توی کانال میتونید نگاه کنید. احتمالا بعد از ظهر ساعت 5 و 6 اون جلسه گفتگو با دانشجویان دانشکده رو خواهیم داشت. باز هم تشکر میکنم از همه اساتیدی که زحمت کشیدن تشریف آوردن و همه دانشجویانی که وقت گذاشتن 2 ساعت و 20 دقیقه رو همراه ما بودن. خدا نگهدار. خسته نباشید.